جوز از کل نوشته استیو تولز ترجمه پیمان خاکسار با صدای هلیا مقصودی قسمت هفتم رینولد و پسرش در لیموزین سیاه و دراز تمام طول مسیر از پنجره بیرون را نگاه کردند. سرخ اسکار تمام مدت میخکوبم کرده بود. با خودم فکر کردم عجب بار سنگینی. فکر کن هم وحشتناک پولدار باشی و هم بی نهایت خوشقیافه. ولی با این حال غمی از خود می تراوید که دلیلش را نمی فهمیدم. گفتم عکس توی مجله ها دیدم. جدی؟ همیشه هم یه مانکن اساسی از بازوت آویزونه. خب؟ خب من همچین بازویی از کجا پیدا کنم؟ اسکار خندید و برای اولین بار نگاه هم کرد. چشمانش قهوهی بودند و ساکن. اسم چی بود؟ جسپر. سرتکان داد. ظاهرا قبول کرد اسم من جسپر است پرسیدم اینکه همیشه آدم و تماشا کنن چه حسی داره عادت میکنی احساس خفگی نمیکنی نه راستش. دلت برای آزادی تنگ نمیشه آزادی بذار اینجوری بگم تو نمیتونی وسط قطار زیپ شلوارتو بکشی پایین و فرداش عکست تو روزنامه چاپ نشه. ولی من میتونم. اسکار پرسید چرا من باید همچین کاری بکنم؟ سوال خوبی بود. چرا کسی باید چنین کاری بکند؟ رینولد هابس صرفه کرد ولی یک گلو صاف کردن خشک و خالی نبود. میخواست حرفم را قطع کند. لبخند زدم. ممکن است تمام پول دنیا مال تو باشد آقای هابز. ممکن است تمام دنیا و ذراتش را صاحب باشی. ممکن است از ماه و ستارگان سود سهام بگیری ولی من جوانم و تو پیر و من چیزی دارم که تو نداری آینده رینولد وقتی از لابلای بوته های انبوه می گذشت گفت راجب اینجا شنیدم یه هزار تو آره؟ پرسیدم چطور راجب به اینجا شنیدی؟ جوری نگاهم کرد انگار یک کله کوچک شده در یک نمایشگاه آمازونی هستم برای او سوال من مثل این بود که از پروردگار بپرسی از کجا متوجه شدی آدم و حوا سیب را گاز زدند آنوک به من لبخند زد و گفت بابات حسابی جا میخوره من لبخندش را پاسخ ندادم احتمالا صحنه ترسناکی بود پدرم معمولا از مهمانهای ناخوانده خوشش نمی آمد که به طور عادی مشکلی نبود چون هیچ وقت مهمان ناخوانده نداشت و برای همین نمیشد فهمید چه واکنشی نشان خواهد داد. چیزی که آنوک درک نمی کرد این بود که چون پدرم یک بار نوشته بود دوست دارد در یک گوش بزرگ طلایی زمزمه کند دلیل نمیشد ده دقیقه بعد در یک دفترچه دیگر ننوشته باشد دوست دارد در آن گوش بزرگ طلایی مدفوع کند نمیشد فهمید وارد شدیم خوشبختانه اوزا خیلی فاجعه بار نبود شناعتی ملایم کتابها ورقهای پراکنده به اندازه چند روز غذای مانده خیلی چندشاور نبود. آنوک گفت حقیقتا نابغ است. انگار داشت آنها را برای آن دست نوابقی آماده می کرد که روی پاتختی دستشویی دست شوی می کنند. داد زدم بابا از اتاقش از ته حلق داد زد گم شد. رینولد و اسکار با چشمانشان گفتگوی بی صدا کردند. آنوک گفت شاید بهتره بری بیاریش. وقتی رینولد و اسکار ناراحت روی کاناپه نشستند و حاضر نشدند به کوسن تکیه بدهند رفتم پدرم را پیدا کنم. مثل ستاره دریایی دمر افتاده بود روی تخت. گفتم، رینولد هابز و پسرش اومدن تو رو ببینن. بابا سرش را گردان سمت من و پوزخند با مزه زد. چی میخوای؟ شوخی نمی کنم. آنوک فکر کرد دوباره وارد دوره افسردگی شدی و نگرانت شد. رفت سراغ یاد داشتات و یه بخش پیدا کرد که نوشته بودی دوست داری ایده های بزرگ توی یک گوش بزرگ طلایی زمزمه کنی. این شد که و قانع کرد همراهش برم تا بزرگترین و تلایی ترین گوش کشور رو پیدا کنیم. و در کمال تعجب موفق شد. حالا توی پذیرایی منتظرتن. کی منتظره؟ رینولد تاپس و پسرش اسکار منتظرن ایده های عظیم تو رو بشنوند. داری سر به سرم میذاری؟ نه خودت بیا ببین بابا خودش را از روی تخت بلند کرد و نگاهی به بیرون انداخت اگر فکر میکرد کسی متوجهش نشد اشتباه میکرد رینولد آرام سرش را به سمت ما چرخاند و با بیحالی خودش را خاراند وقتی نزدیکش شدیم دستش را سایبان چشمانش کرد انگار من و پدرم به قدری منور بودیم که چشم انسان توانایی خیره شدن به ما را نداشت بابا گفت سلام رینولد گفت سلام اسکار گفت آنوک به ما گفته تو ایده های ای داری که ممکنه توجه ما رو جلب کنه. رینولد پرسید ما که با اینجا اومدن وقتمون رو تلف نکردیم؟ نه وقتتون رو تلف نکردید به جون پسرم قسم گفتم بابا یک دقیقه به من فرصت بدین نوشته هامو جمع و جور کنم آنوک جان میشه چند لحظه بیا اینجا؟ بابا و آنوک رفتن توی اتاق و در را پشت سرشان بستند. من هم میخواستم بروم دنبالشان ولی نمیخواستم رینولد و پسرش فکر کنند از تنها ماندن با آنها میترسم. هرچند واقعا میترسیدم. همه برای هم سر تکان دادیم ولی این کار بعد از چند ثانیه کهنه شد. بنابراین گفتم نمیدونم چرا دیر کردن. و رفتم توی اتاق. آنوک روی تخت نشسته بود و پدرم روی زمین روی مجموعه ای از دفترچه های سیاه دلا شده بود و دیوان وار ورق می زد. سحنه آزاردهنده ای بود. صدای فسش را می شنیدم. ازش استراب نشت می کرد. آنوک برایم شکلک درآورد شکلکی پر از وحشت بابا بدون اینکه نگاه هم کند به هم توپید واسه چی واسدادی اونجا؟ آماده ای بابا؟ آنوک گفت هنوز نتونسته یه ایده خوب پیدا کنه اما منتظرن میدونم تو به جون من قسم خوردی یادته؟ آنوک گفت خیلی خوب آروم بگیرین کسی در زد. بابا در گوشم گفت چراغو خاموش کن. بابا ما رو دیدن که اومدیم توی اتاق. دیدن که دیدن همه اینا مسخره بازیه. بابا یک بغل دفترچه برداشت و رفت توی پذیرایی. من و آنوک دنبالش رفتیم. بابا نشست روی صندلی و یکی از دفترچه ها را برداشت و آرام ورق زد و نوش نوچ کرد. خب بله ایده چند تایی دارم که فکر کنم براتون جالب باشه. تا صفحه آخر ورق زد و دفترچه را محکم بست. ظاهرا ایده به درد بخوری پیدا نکرد. چون یک دفترچه سیاه دیگر برداشت، درست شبیه قبلی. دوباره نوش نوش کرد و ورق زد. تخم چشمانش عرق کرده بود از این دفترچه هم چیزی در نیامد از جیبش دفترچه سوم را درآورد من الان خودشه این چیزیه که ممکنه نه فکر نکنم سب کنین چند لحظه یه لحظه قسم میخورم پنج ثانیه اون یه ثانیه دیگه خنده مثل کرم روی صورت رینولد خزید. دوست داشتم با پای یک فیل لهش کنم. در بهترین حالت هم متنفر بودم پدرم را تماشا کنم که در میان آفریده های خودش میلولد. ولی وقتی به این صحنه استهزای دیگران هم اضافه میشد دیگر نمیشد تحملش کرد. بابا دیوانهوار سعی می کرد تلسم بی تصمیمی را بشکند که ناگهان رینولد بشکن زد. دوبار. فکر کردم پولدارها اینجوری دستور می دهند. جواب داد. پدرم از ورق زدن دست کشید و از ابتدای صفحهی که همان لحظه باز کرده بود شروع کرد خواندن. ایده برای رستورانی با تم آدم خاری. هر غذا شبیه یکی از اجزای آناتومی انسان. ایده در هوا معلق ماند. مسخره بود. هیچ کس واکنش نشان نداد. دلیلی هم نداشت. چشمان پدرم دوباره به میان نوشته ها شیرجه زد و شروع کرد به جستجو. رینولد دیگر بشکن نزد. مجبور نبود. پدرم از بشکن زدنهای رینولد پیشی می گرفت و اتفاقی بخشهایی از نوشته ها را بلند می خاند. آموزش های مربوط به مواد مخدر باید بچه مدرسه ای ها را مجبور کنیم با یک معتاد که دائم در حال چرت زدن است زندگی کنند. بچه باید تزریق و استفراغ و دزدی از خانواده خماری و نهایتا مرگ معتاد بر اثر مصرف بیش از اندازه را ببیند بچه باید یک انشای پانصد کلمه ای بنویسد و موقع تدفین معتاد بخواند که در این صورت این برنامه تبدیل می شود به بخشی از گردش های روزانه دانش آموزان. هر بار معتادی می‌میرد کل افراد کلاس باید او را دفن کنند تا ارتباط هروئین و مرگ در ناخودآگاه تک تکشان حک شود فکرش سر جایش نبود فقط ایده‌ها را قوی می‌کرد یکی از یکی بدتر به عنوان جریمه مقرر شود بی ها اجازه پیدا کنند در خانه بانکدارها زندگی کنند و دیوانه های آواره خیابان بتوانند از دستشویی قولهای صنعت تبلیغات استفاده کنند. رینولد آرام گفت بعدی به آدم های مشهور مثل گله گاو پابند ردیاب وصل کنند تا هر وقت در خیابان راه می روند. بعدی بر اساس میزان تولید آلودگی با اتومبیل یا مصرف بیش از حد اسپری و مواد غیر قابل بازیافت یا آب محاسبه شود که یک نفر چقدر به محیط زیست آسیب زده و بعد مجبورش کنیم به همان اندازه پول یا وقت صرف بازسازی طبیعت کند. چشمان رینولد برقی گذرا زدند. به این نشانه که فکری از سرش گذشته. از این چه پولی در میاد؟ هیچی. پس بعدی. تمام مردان و زنان و کودکان این کشور میلیونر شوند. رینولد چیزی نمی گفت ولی با چشمانش حرف می زد. حس تحقیرش در اتاق تبدیل به یک شخص شده بود. گفت حتی اگه بتونی همچین کاری بکنی چرا باید چنین چیزی رو بخوای؟ سوال به جایی بود. بابا خواست جواب بدهد که رینولد گفت خیلی خوب مارتین حرفات رو شنیدیم حالا میخوام تو حرفای ما رو بشنوی باشه؟ باشه ما می‌خوایم یه برنامه تلویزیونی ویژه راجع به تریدین بسازیم واقعیت زندگیش رو متوجهی؟ چیزهایی که کسی نشنیده شاید هم یه مینی سریال تو دو شب بزرگ داستانی که هیچ کس قبلا نشنیده پدرم با شنیدن اسم برادرش خوشگش زد با ناراحتی گفت خب بسازین مگه کسی جلوتونو گرفته؟ تو ما گزارش های پلیس و روزنامه های اون دوره رو داریم ولی هر کس دیگه ای که اونجا بود توی آتیش سوزی از بین رفت. فقط تو موندی؟ بدون همکاری تو نمیتونیم کاری بکنیم. خیلی چیزا هست که نمیدونیم. برای همین اومدی؟ بله. پس آنوک اینطوری این دو قول رسانه را راضی کرده بود که بیایند و به ایده های مسخره پدرم گوش کنند. عجب اشتباهی. مدتی طولانی در سکوتی شوم و ترسناک نشستی. هر لحظه منتظر بودم پدرم بلند شود و همه من را خفه کند. بعد از چندین دقیقه که مشخص شد پدرم حاضر نیست حرف بزند اسکار گفت ما میریم وقتی رفتند بابا از روی صندلیاش بلند شد و از خانه رفت بیرون و در هزار تو ناپدید شد آنوک دنبالش دوید یک ساعت از جایم تکان نخوردم تصویر خودکشی پدرم یا هر کار مزخرفی که ممکن بود با خودش بکند و یک بار دیگر در تیمارستان بستری شود ذهنم را پر کرده بود و اجازه نمیداد حرکت کنم با شرمندگی باید اعتراف کنم فکر کردن به این چیزهای ترسناک مرا نترساند یا غمگین نکرد باعث شد به قدری حوصلم سر برود که چشمانم به اشک بنشیند اینقدر ازش بیزار بودم یک هفته بود هیچ خبری از آسمان خراش جهنمی نداشتم یک بازی انتظار پای تلفن را شروع کردم و باختم تلفن در ذهنم تبدیل شده بود به جانشینش یک نماینده پلاستیکی تلفن ساکت بود چون او ساکت بود کم کم از تلفن متنفر شدم انگار آن را وکیل خودش کرده بود چون خودش مهمتر از آن بود که بیاید همانطور که در هزار تو ول می گشتم تصمیم گرفتم بروم و آنوک را اذیت کنم. کمی بعد از آمدن به این خانه پدرم یک اتاق به آنوک داده بود تا به عنوان کارگاه ازش استفاده کند. به جز تحریک کننده و اعصاب خورد کن آنوک یک جورهایی هنرمند بود. یک مجسم ساز. اش به تجسم انقیاد زنان، عقیم سازی مردان و متعاقب آن سود زنان به سطح والاتری از آگاهی بود. این یعنی اتاق به شکل ناهنجاری پر بود از انواع و اقسام اعضای زنانه و مردانه. ترسناک ترین کلمات در خانه ما از دهان آنوک خارج می شد وقتی تولد یکی از ما نزدیک بود. می گفت براتون یه مجسمه درست می کنم. و هیچ لبخندی آنقدر پهن نبود که بتواند اقیانوس وحشتی را که آن زیر می جوشید پنهان کند. وقتی وارد اتاق آنوک شدم روی تختش دراز کشیده بود و داشت یک پوستر جنگل را نجات دهیم نقاشی می کرد. به خودم زحمت ندادم بپرسم کدام جنگل. گفت سلام امشب وقتت آزاده؟ گفتم امروز روزی نیست که ازم بخوای چیزی رو نجات بدم. یه نابودی تمام ایار بیشتر با حس و حالم جوره. نمیخوام چیزی رو نجات بدی. دارم یه تئاتر نور پردازی میکنم. البته که میکرد. آنوک مشغول ترین آدمی بود که میشناختم. هر روز لیست بلند بالایی از کارهایی که باید انجام میداد تهیه میکرد و در پایان روز هم حتی یک کدامشان را از قلم نینداخته بود. هر دقیقه از زندگیش را با گرد همایی ها، اعتراض ها، یوگا، مجسم سازی، نوزایی، انرژی درمانی و کلاس های رقص پر می کرد. به سازمان ها می پیوست و بعد با خشم پیوندش را می گوست. جزوه پخش می کرد و با این همه باز هم وقت میکرد خودش را در روابط فاجعه بار جا کند بیش از هر کسی که میشناختم ریشه زندگیش در فعالیت بود نمیدونم آنوک یه تئاتر حرفیه منظورت چیه؟ منظورم چه بود؟ منظورم این بود که هر کسی حق دارد روی صحنه بایستد و اربده بکشد. حقش هم محترم است. ولی این به معنای شبی که بشود تحملش کرد نیست. از تجربه های پیشین به این نتیجه رسیده بودم دوستان آنوک تئاتر آماتوری را به هزیزی جدید و غیر قابل فهم رسانده بودند. پرسیدم بابام با تو حرف میزنه؟ البته فکر میکردم بعد از اون اتفاق کمر به قتلت بسته باشه اصلا حالش خوبه حالش خوبه؟ فکر میکردم افسردستو دست رو میخواد خودکشی کنه بالاخره میای تو آتر یا نه هرچند که حق انتخاب نداری میایی زود زوره ما تئاتر داریم تئاتر آماتوری داریم و بعد یک گروه آدم داریم که در یک اتاق تاریک به هم تنه میزنند و مجبورت میکنند بابت دو ساعت عذاب پول بدهی تئاتر آنوک در دسته سوم قرار داشت و هر ثانیهش شکنجه بود. آنوک مسئول حرکت دادن یک نور موضعی بود و جوری روی صحنه این طرف و آن طرفش می کرد انگار دنبال یک زندانی فراری می گشت. چهل دقیقه گذشت و تمام فانتزی های آخر و زمانی هم تمام شد و برگشتم تا قیافه تماشاگرها را ببینم. صورتهایی که دیدم ظاهرا از نمایش لذت می بردند. تعجبم غیر قابل وصف بود. بعد به نظرم آمد چشمانم گولم زدند. اسکار هابز ته سالن لبه صندلیاش نشسته بود و به نظر می آمد او هم جذب نمایش شده. صدای قهقهی بلند یکی از بازیگرها حواسم را پرت کرد. مصنوعی ترین و بدترین خندهی بود که به عمرم می شنیدم و باید مسئولش را میدیدم. در بیست دقیقه بعدی مفتون این کاراکتر فرعی شدم. لبخندهای قلابیش، چشم و ابرو آمدنهای مزهکش، و نهایتاً یک حق حق طولانی بی عشق. وقتی نمایش تمام شد و چراغ ها روشن شدند و تماشاگرها تشویق کردند فورا سر و اسکار هابز را دیدم که از در پشتی زد به چاک روز بعد به شکلی نامنتظره نقدی در روزنامه صبح در مورد تئاتر چاپ شد همه کاران نمایش جا خوردند. نمایشی تا آن حد حقیر و بنجل در سالنی دود زده و نکبت معمولا فقط آدم های را که دنبال یک کاس سوپ بودند به خود جلب می کرد منتقدان هرفهی. برای همین برگزار کنندگان که خودشان میدانستند چه گندی زدند به خودشان زحمت نداده بودند رسانه ها را مطلع کنند قریب ترین و مشکوک ترین چیز خود نقد نبود مضمونش بود صرفا بر نورپردازی نمایش تمرکز کرده بود عمیقا دراماتیک مالی خولیایی و چشمگیر شجاعانه و خیالی هر کس که خوانده بود می گفت این احمقانه ترین چیزی است که به عمرش دیده اسمی از بازیگرها و کارگردان و نویسنده نیامده بود آنوک هم از تمرکز مقاله روی خودش ترسید و هم از واکنش زشت و بچگانه ی همکارانش که بیرحمانه به او حمله کردند و متهمش کردند به یک خبرنگار رشوه داده و با نور برایش خوش رقصی کرده. آنوک گیج شده بود ولی من نه. اسکار هابز را در سالن دیده بودم و دیدن اثر انگشتش در این ماجرا کار سختی نبود. چه نتیجه ای گرفتم؟ جالب بود. خدایان می توانند پایین بیایند و روی سر موجوداتی فانی مثل ما آب دهان بریزند. نمی توانند؟ آنوک از آن جنس بدنهایی داشت که توجه مردان را جلب می کرد. اسکار هابس هم به هر حال مرد بود. همانطور که گفتم جالب بود همین. و با اینکه از دیدن گیجی خانواده و دوستانم لذت می بردم نتوانستم رازداری کنم. این شد که آن شب بعد از اینکه آنوک پای تلفن با تهیه کننده نمایش جر و بحث مفصلی کرد حقیقت را به او گفتم داد زد چرا زودتر به هم نگفتی الان که گفتم صورتش چنان در هم رفت که چشمان و دماغ و دهانش به کوچکی یک عروسک چینی شد. آرام گفت: چی از جونم میخواد؟ به سر تا پایش اشاره کردم و گفتم حدس بزن ولی اون هر کسی رو که بخواد میتونه به دست بیاره شاید تو کازینو یه چیزی بهش گفتی بهش چی گفتی؟ هیچ دست بردار گفت خیلی خوب بهش گفتم روی روحت یه لکه هست که هرچی بیشتر سعی کنی پاکش کنی پخشتر میشه. دو روز بعد سر کار بودم. داشتم بیرون اداره با رئیسم اسمیتی سیگار میکشیدم و فکر می کردم باید هرچه زودتر کارم را رها کنم و اگر در راه خروج های همکارانم را اعلام نکنم هرگز خودم را نخواهم بخشید. در این فکر بودم که آیا برایم جشن ترک کار خواهند گرفت که یک پرشه دیدم که زیر تابلوی پارک ممنوع پارک کرد. از آن مدل ماشین هایی بود که جیمز دین داخلش مرد. ماشین قشنگی بود. اگر پولم می رسید من هم حاضر بودم داخلش بمیرم. اسمیتی گفت حسابی به چشات حال بده. دارم حال میدم. اسکار از ماشین پیاده شد و آمد سمت ما. جسپر اسمیتی خوشگش زد و گفت تو اسکار هابزی؟ بله گفتم فکر کنم مشکل معروف بودن همین باشه همه اسم تو بهت میگن میتونم یه دقیقه با حرف بزنم جسبر؟ حتما رو کردم به اسمیتی و عذر خواستم اسمیتی با چهره ای که هنوز شگف زدگی از آن میبارید با اشتیاق برایم سرتکان داد من و اسکار به باریکه ای از نور خورشید قدم گذاشتیم. به نظر عصبی می آمد. از اینکه اومدم سراغت احساس مسخره ای دارم. برای چی اومدی؟ میدانستم جوابش چیست. آنوش اومد دفترم و به خاطر اون نقد هرچی از دهنش در میومد به من گفت. جدی؟ تازه به روزنامه ها گفته بودم تظاهرات حمایت از محیط زیستی رو هم که تو شرکت کرده بود پوشش بدن. ولی عصبانی شد. نمیفهمم واقعا از من متنفر نه؟ به خودت نگیر. کلا از پول دارا بدش میاد. چیکار کنم ازم خوشش بیاد؟ اگه یه کاری کنی حس کنه یه جورایی مظلومی ممکن ازت خوشش بیاد. سرش را با ریتم تکان داد. حالا از آنوک چی میخوای؟ به نظرم خیلی داری تلاش میکنی. من زنایی رو که باهات بودن دیدم. آنوک خوبه زیبایی خاص خودش رو هم داره ولی بازم نمیفهمم. تو هر عبرزنی رو که اراده کنی میتونی به دست بیاری. قضیه چیه؟ راستش جسپر دنیا پر از آدمای عادیه. بعضیا زیبان و بعضیا هم نه. آدم های خارق العاده و جالب و اوریجینالی که تفکر دارن خیلی کمن. من تمام مدت منتظر پیدا کردن یه زن خارق العاده بودم. حالا خودت بگو. تو این دوره انتظار آدم بهتره با یه زن معمولی جذاب باشه یا یه زن معمولی زشت؟ جواب آنقدر بدیهی بود که ساکت ماندم. زنایی مثل آنوک خیلی نادرند. بعد از رفتن اسکار اسمیتی در حالی که تظاهر به بیتفاوتی می کرد پرسید اسکار هابز رو از کجا می شناسی؟ گفتم همینجوری و از آنجایی که به اندازه بقیه ی آدم ها انگیزم و زمیری دارم که فقط بلد است زوزه بکشد تمام روز این احساس را داشتم که آدم مهمیم. ولی باز هم گیج بودم. این مرد فقط مثل اجده قرآن دنبال آنوک نمی دوید. واقعاً واله و شیدایش شده بود و آنوک هم محلش نمی گذاشت قدرت ممکن است تقویت کننده لیبیدو باشد ولی تعصب اثر معکوس دارد و بسیار هم موثرتر است یادم میآید یک بار آنوک مرا به زور به یک گرد همایی برد که سخنرانش اعتقاد داشت قولهای رسانهی در مشت حکومت هستند و یک ماه دیگر با هم به گرد همایی دیگری رفتیم که سخنرانش گفت حکومت در مشت قولهای رسانه است. آنوک با هر دو موافق بود و یادم میآید سعی کردم به او بفهمانم این فقط ظاهر امر است چون اتفاقاً حکومت و روزنامه ها دقیقا یک هدف دارند ترساندن مردم و القای وحشت به شکل مستمر گوش نمی کرد. حکمش را برای نفرت از هر دو گروه صادر کرده بود و هیچ چیزی نمی توانست نظرش را عوض کند یاد چهره جذاب و پولدار اسکار افتادم و با خودم فکر کردم تعصبات آنوک چه آزمون سختی پیش رو دارند غروب رسیدم خانه و در سایه های رویاوار هزار تو قدم زدم این زمان مورد علاقه من در طبیعت بود لبه شب وقتی به کلبم نزدیک شدم آسمان خراش جهنمی را دیدم که روی ایوان منتظرم ایستاده. با عجله داخل کلبه شدیم. پرندگان صبح این ساعتهای کوچک پردار حدود ساعت پنج بیدارم کردند. آسمان خراش جهنمی نبود. صدای گریش را از ایوان شنیدم. به صدای ضعیف حق گوش کردم ریتم داشت. ناگهان متوجه شدم چه کار می کند. دویدم بیرون حدسم درست بود. شیشه خردل را چسبانده بود به گونش و اشک جمع می کرد. تقریبا پر شده بود. گفتم کار اصلا خوب نیست. معصومان پلک زد. اصابم به هم ریخت. رفتم جلو شیشه را از دستش گرفتم. بده من. هیچ وقت نمیتونی کاری کنی که بخوردش. میخوای بهش بگی چیه؟ لیموناد؟ بدش بهم به جسپر. در شیشه را باز کردم و نگاهی مبارز طلبانه به او انداختم و محتویاتش را ته حلقم خالی کردم. جیغ زد. من قورت دادم. مزش وحشتناک بود. اشکهای تلخی بودند. با چنان نفرتی نگاهم کرد که متوجه شدم کاری غیر قابل بخشش کردم. احساس کردم عملم این توانایی بالقوه را داشت که تا ابد نفرین شوم. مثل انگولک کردن مقبره یک مومیایی اشکی را نوشیده بودم که برای من ریخته نشده بود چه بلایی قرار بود سرم بیاید هر کدام گوشه ای نشستیم و طلوع و شکفتن روز را تماشا کردیم طبیعت با زندگی غلیان کرد بادی وزید و درختان با خودشان زمزمه کردند. صدای فکر کردن جهنم را میشنیدم. صدای پلک زدنش را میشنیدم. صدای تپش قلبش را میشنیدم. صدای تنابها و قرقره هایی که خورشید را به آسمان بالا میکشیدند میشنیدم. ساعت نه بی هیچ کلامی بلند شد و پیشانیم را بوسید. انگار من پسری بودم که باید از روی وظیفه می بخشید. بعد بی اینکه حرفی بزند رفت. هنوز ده دقیقه هم نگذشته بود که چیزی حس کردم. یک اختلال. گوش تیز کردم و از دور صداهایی شنیدم. از کلبه رفتم بیرون و راه افتادم سمت صداها. بعد با هم دیدمشان. پدرم جهنم را به حرف گرفته بود. پدرم هزار تویی در هزار تو. جوری با حرارت حرف میزد انگار مشغول فعالیتی شدید بود. چیزی شبیه مسابقه اره کردن درخت. باید کاری می کردم؟ باید جلوش را میگرفتم، باید میترساندمش. چطوری؟ مطمئنم هر چه که میگفت به نفعم نبود. با نگرانی چند دقیقه نگاهشان کردم تا اینکه جهنم رفت. در حالی که پدرم هنوز داشت حرف میزد خوش به حالش. شب با هم رفتیم کافه. شب شلوغی بود و وقتی رفتم نوشیدنی بگیرم همه به هم تنه می زدند. همه میخواستند توجه مسئول بار را جلب کنند. بعضی مشتری های سمج پولشان را در هوا تکان می دادند. انگار میخواستند بگویند ببین ما پول قوی داریم اول سفارش منو بگیر بقیه میخوان جای پول تخم مرغ بدن وقتی برگشتم پیش جهنم گفت باید با هم حرف بزنیم فکر کردم داشتیم با هم حرف میزدیم جوابم را نداد حتی این را که با هم حرف میزدیم تایید یا انکار نکرد گفتم چرا برای اینکه حرف بزنیم مقدم چینی میکنی؟ میخوای حرف بزنی؟ خب حرف بزن. داشتم خودم را آماده میکردم چون کم و بیش میدانستم چه میخواهد بگوید. میخواست با من به هم بزند. ناگهان زمستان را درونم حس کردم. گفتم بگو گوش میکنم. تو نمیذاری من راحت باشم جسپر میذاری؟ معلومه که نمیذارم فکر کردی من کی هستم قدیس؟ فکر کردی من آدمی هستم که خودخواهی ندارم؟ دشمنام و دوست دارم؟ داوطلبانه تو خیریه کار میکنم؟ خفش و جسپر بذار فکر کنم اول میخوای حرف بزنی حالا میخوای فکر کنی قبلا فکر نکردی؟ قبل از اینکه بیای اینجا چیزایی رو که میخواستی بگی تو ذهنت آماده نکردی؟ نگو که میخوای به داه پردازی کنی. نگو که همین الان میخوای تصمیم بگیری چی بگی. خدایا یک دقیقه ساکت باش ببینم. وقتی حس میکنم کسی میخواهد احساساتم را جریه دار کند برایم سخت است سخت است که شبیه یک بچه پنج ساله رفتار نکنم مثلا آن لحظه نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم که از شصت تا یک شمارش معکوس نکنم گفت فکر کنم باید به هم بزنیم چی رو به هم بزنیم یعنی بهتر دیگه همدیگه رو نبینیم. این تصمیمت ربطی به پدرم داره؟ پدرت؟ امروز صبح که رفتی دیدم داشت باهات حرف میزد. چی میگفت؟ هیچی. نمیشه هیچی نگفته باشه. این آدم هرگز نشده هیچی نگه. زمنان تو نزدیک ده دقیقه باهاش حرف زدی. بعد منو میگفت؟ نه هیچی راست میگم پس چی شده؟ به خاطر شیشه عشق؟ ببین جسبر من هنوز به رایانو دوست دارم حرفی نزدم لازم نبود جراح مغز باشی تا بفهمی یا مهندس موشک یا انشتین بعد فکر کردم وقتی بحث ترسیم نقشه احساسات انسانی مطرح باشد. فکر نکنم از جراح مغز و مهندس موشک و حتی انشتین کاری بر بیاید. اصلا چرا همیشه جراح مغز و مهندس موشک و انشتین؟ چرا معمار و وکیل جنایی نه؟ و چرا به جای انشتین نمیگوییم داروین یا هاینریش بول؟ نمیخوای هیچی بگی؟ تو عاشق رفیق قبلیت هستی. لازم نیست هاینریش بول باشم تا اینو بفهمم. کی؟ سرتکان دادم و از جایم بلند شدم و از کافه رفتم بیرون. شنیدم صدایم کرد ولی رو بر نگرداندم. بیرون زدم زیر گریه. عجب وضعیتی. حالا مجبور بودم پولدار و موفق شوم تا از به هم زدن با من پشیمان شود. این هم یک کار دیگر در این زندگی کوتاه و پرمشغولیت خدایا روی هم تلمبار می شوند. باورم نمی رابطهمان رابطه من به پایان رسیده. فکر کردم اینجوری بهتر است. واقعا دوست نداشتم کسی یک روز سرم فریاد بکشد من بهترین سالای عمرم و حروم تو کردم. اینطوری بهترین سالهای زندگیش مال خودش باید. آخر چرا؟ مطمئنم پدرم چیزی گفته بود که باعث شده بود به هم بریزد. چه گفته بود؟ چه زری زده بود؟ فکر کردم برایم مهم نیست چه کار می کند. می تواند کتاب راهنمای تبهکاری بنویسد. جعبه پیشنهادات درست کند یک شهر را به آتش بکشد. یک کلوپ شبانه را نابود کند در بیمارستان روانی بستری شود یک هزار تو بسازد ولی حق ندارد یک مو از سر زندگی عاطفی من بکند او ذره فشرده از دوزخ بود و دیگر نمیخواستم بهش اجازه بدهم زندگیم را نابود کند. اگر جهنم می توانست رابطش را با من قطع کند من هم می توانستم رابطم را با پدرم قطع کنم برایم مهم نیست بقیه چه میگویند هر کسی میتواند با خانوادهش قطع رابطه کند. در راه رفتن به خانه نقشه کشیدم تا تمام ذرات انرژیم را جمع کنم و همه را در صورت نکبتش رها کنم. یک راست رفتم خانش چراخ ها خاموش بودند در را باز کردم و یواشکی رفتم تو. صدای عجیبی از اتاقش می آمد. احتمالا دوباره داشت گریه می کرد. خب که چی؟ خودم را در برابر وسوسه همدلی مقاوم کردم. رفتم و در را باز کردم و چیزی که برابر چشمانم دیدم باعث شد در جا خوشگم بزند. آنوک پیش پدرم بود داد زد برو بیرون باورم نمیشد پرسیدم این ماجرا است که شروع شده پدرم دوباره داد زد گم شو بیرون جسبر میدانستم باید بروم ولی پاهایم هم مثل سرم بیهست شده بودند عجب جوکی بابا پرسید جوک برای چی؟ آنوک چه سودی از این رابطه میبره؟ آنوک داد زد جسپر تنها مون بذار آمدم بیرون و در را زدم به هم خیلی به هم برخورد آنوک به جای من پدرم را انتخاب کرده بود وقتی اسکار هابز اینقدر میخواستش با پدرم چه کار داشت؟ یک نمایش آبکی تلویزیونی بود و من خبر نداشتم؟ پدرم مردی بود که بیشتر عمرش را دور از روابط انسانی گذرانده بود و حالا رابطه ای را با تنها همدمش آغاز کرده بود. در این مثلث عشقی ضعیف ترین نقطه بود و اگر زور منطق می چربید آنوک را به زودی از دست می خب این دیگر مشکل من نبود. صبح روز بعد زود از خواب بیدار شدم. تصمیمم بر این بود با چند معتاد همخانه شوم تا پسنداز ناچیزم صرفاً بابت سرپناه به باد نرود. نیازمندی های روزنامه را برداشتم و به چند جا زنگ زدم. اکثرا همخانه معنس میخواستند. ظاهرا همه میدانستند مردها در جهشی تکاملی یاد نگرفتند ریخت و پاششان را جمع کنند. آپارتمان‌ها و خانه‌هایی که به جنس مزکر اجازه وجود داشتن میدادند خیلی هم بد نبودند. ولی مشکلشان این بود که کسانی در آنها زندگی می‌کردند. البته که این را از قبل می‌دانستم، ولی فقط در مواجهه چهره به چهره بود که فهمیدم. باید تنها زندگی کنم. مجبور بودیم رایت همدیگر را بکنیم آن هم نگاه به گاه هر روز. اگر میخواستم در آشپزخانه بنشینم و شش ساعت از پنجره بیرون را نگاه کنم چه؟ نه. انزوای زندگی در یک کلبه وسط یک هزار تو توانایی من را برای همزیستی نابود کرده بود. آخر سر تصمیم گرفتم یک سویت پیدا کنم و همان اولی را اجاره کردم. یک اتاق، یک دستشویی و یک پارتیشن بین فضای اصلی و آشپزخانه کوچک که چسبیده بود به دیوار. هیچ چیز هیجان انگیزی نداشت. ویژگی خاصی نداشت که بتوانی بگویی ولی اینو ببین یه چیزی داره. هیچی نداشت. فقط یک اتاق بود. اجاره نامه را امضا کردم. رهن و اجاره را دادم و کلید گرفتم. وارد شدم و روی زمین اتاق خالی نشستم و سیگار به سیگار روشن کردم. یک وانت اجاره کردم و رفتم کلبه. چیزهای به درد بخورم را بار زدم. بعد رفتم خانه. پدرم در آشپزخانه ایستاده بود و هنوز همان حوله ای تنش بود که برچسب قیمت داشت. داشت پاستا درست می کرد و سوتی ناموزون می زد. پرسیدم آنوک کجاست؟ نمیدونم. فکر کردم احتمالا پیش اسکار هابز. سس پاستا را چلپ و چلوب هم میزد و در یک ماهی تابه دیگر سبزیجات را به قدری میپخت که آخرین ذره عطر و بویشان هم از بین برود. نگاهی پر محبت به من انداخت که از او بعید بود و گفت: می فهمم که جا خوردی. باید بهت می گفتیم. ولی خوب الان میدونی هی. Hey, یه بار چارتایی با هم بریم بیرون. کدوم چارتا؟ من و تو و آنوک و دوست دخترت. من دارم میرم بابا. منظورم امشب نبود. من دارم از این خونه میرم. یعنی چی؟ واقعا داری میری؟ یه آپارتمان تو شهر پیدا کردم. یه سویت. واقعا جا پیدا کردی؟ آره رهن و اجاره دو هفته رو هم دادم. تنش لرزید. دیدم. کی میخوای بری؟ الان. همین الان اومدم خدافزی کنم. وسایل چی؟ یه وانت اجاره کردم هر چی لازم داشتم بارش کردم. پدرم اعضای بدنش را به شکل عجیبی کش و قوس داد بعد با صدایی گرفته و مصنوعی گفت ظاهرا نمیخوای هیچ توضیحی بدی نه کلبت چی میشه با خودم نمیبرمش نه منظورم اینه که جملهش را تمام نکرد نمیدانست منظورش چیست شروع کرد با صدای بلند از دماغ نفس کشیدن سعی میکرد نشان بدهد حالش خیلی بد است سعی می کردم احساس عذاب وجدان نکنم داشت تنها کسی را که درکش میکرد از دست میداد این را میدانستم ولی من به دلایل دیگری هم گناهکار بودم نمیدانستم بر سر عقلش چه خواهد آمد چطور می توانستم با آن قیافه ترکش کنم آن صورت غمگین و تنها و وحشتناک برای اسباب کشی کمک میخوای؟ نه مشکلی نیست انگار تمام عمرمان بازی کرده بودیم و حالا بازی داشت تمام میشد و میخواستیم ماسک و یونیفرممان را در بیاوریم و دست بدهیم و بگوییم بازی خوبی بود ولی این کار را نکردیم ناگهان تمام نفرتم از او دود شد و به هوا رفت. دلم به شکل غریبی برایش سوخت. او را مثل انکبوتی می دیدم که از خواب بیدار شده و فکر کرده یک مگس است و نفهمیده چطور در تار خودش گرفتار آمده. گفتم خب بهتر دیگه من برم اونجا تلفن داره هنوز نه وقتی وصل شد بهت زنگ میزنم باشه خداحافظ میبینمت وقتی برگشتم و رفتم بیرون آه عمیقی کشید صدایی مثل قار و قور دلی که درد می کند. فصل پنجم یادداشت نویسنده به محض اینکه میان کاغذهای پدرم پنج فصل ابتدایی خود زندگی نامه ناتمامش را پیدا کردم، نسخه اصلی من از این فصل روانه ماشین کاغذ خورد کنی شد. تازه نوشتن کل داستان را تمام کرده بودم و حقیقتش ناراحت شدم. بیشتر به این دلیل که او این دوره را بهتر از من شهر داده بود. نه فقط به این خاطر که نسخه او موجزتر بود بیشتر به این دلیل که مثل من حاشیه نرفته بود مثلا شرح مفصلی که درباره تقویم هایی نوشته بودم که در آنها عکس کشیش هایی با لباس های مشکوک چاپ شده بود ولی از اینکه شرح پدرم از وقایع با شرح من تفاوت های بنیادین داشت رنجیدم این تفاوت ها حتی در بخش قبلی بخش چهار هم که زحمت زیادی برایش کشیده بودم مشهود بود. با وجود این تحت تاثیر دو ستاره راهنمایم یعنی بیتاقتی و تنبلی هیچ بخشی از فصل چهار را تغییر ندادم. و تصمیم گرفتم خود زندگی نامه ناتمام پدرم را با ویرایشی جزئی به عنوان فصل پنجم کتاب منتشر کنم. نسخه خودم از فصل پنجم هنوز وجود دارد. نیانداختمش در دستگاه کاغذ خورد کن. امیدوارم در گذر زمان ارزشی ویژه پیدا کند و به بالاترین قیمت فروخته شود. زندگی من نوشته مارتین دین داستان یک تک رو نوشته مارتین دین داستان یک بازنده نوشته مارتین دین زاده شده برای کنایه زدن نوشته ی مارتین دین نه هیچ کدام زندگی نامه بی عنوان مارتین دین نوشته ی مارتین دین فصل اول چرا این خود زندگی نامه را می نویسم؟ چون این حق طبقه من است. حالا قبل از اینکه شروع کنید به جیغ زدن من درباره کار حرف نمی زنم چه طبقه متوسط و چه متوسط رو به بالا من درباره نبرد حقیقی طبقاتی حرف می زنم آدم مشهور در برابر احمق عادی چه خوشتان بیاید و چه نه من مشهور هستم و این یعنی شما باید برایتان مهم باشد که برای پاک کردن ما تحتم چند برگ کاغذ توالت مصرف می کنم. در حالی که من هیچ علاقه ندارم بدانم شما اصلا خودتان را تمیز می کنید یا می گذارید همانطور بماند. میدانید روابط چگونه کار می کنند. بیایید بی خود تظاهر نکنیم چیزی غیر از این است. تمام مشاهیری که زندگی نامه خود را می نویسند یک حقه سر خوانندگانشان سوار می کنند. یک سری حقایق وحشتناک و نفرت انگیز درباره خودشان میگویند تا شما فکر کنید عجب آدم های راستگویی هستند و بعد شیر دروغ ها را باز می کنند. من چنین کاری نمی کنم. من فقط حقایق را میگویم حتی اگر بوی کود بدهند و همانطور که خودتان میدانید و من هم میدانم یک زندگی نامی شخصی باید سالهای اولیه زندگی را هم پوشش بدهد. مثلا مارتین دین در تاریخ فلان و فلان به دنیا آمد و به مدرسه فلان رفت و فلان زن را باردار کرد و از این قبیل. ولی این کار را هم نمی کنم. زندگی من تا یک سال پیش هیچ ربطی به شما ندارد. در عوض از جایی شروع می کنم که تغییر بزرگ پیش آمد. چهل و یک سالم بود. بیکار بودم و با وجود پدر بودن تنها با پولی که دولت برای بچه میداد زندگی میکردم. باید اعتراف کنم این چیزی نیست که کشور ما را فوقالعاده کرده بلکه چیزی است که باعث شده بتوانی وسط هفته بروی ساحل و کلی آدم ببینی هفته یک بار باید میرفتم اداره بیمه بیکاری و بهشان لیست جاهایی را ارائه می کردم که نتوانسته بودم در آنها استخدام شوم. و این کار هم روز به روز سخت تر و خلاقانه تر می شود. استخدام نشدن روز به روز مشکل تر می شود. بعضی رئیس ها هر آدمی را استخدام می کنند. از این مهمتر دوچار فرایند تحقیرآمیز پیری شده بودم. از همه جا خاطره داشتم و آن حس شناور خیانت را حس می کردم. این که به سرنوشتم خیانت کردم. ماها وقتم را حرام فکر کردن به مرگم کردم. تا اینکه کم کم حس کردم مرگ امو بزرگی است که از وجودش بیخبر بودم. در همین دوران بود که به رادیوهایی که مدام شنونده ها به آن زنگ میزنند معتاد شدم. به صحبت های سال گوش می کردم که یک روز از خانه رفته بودند بیرون و دیگر هیچ چیز را تشخیص نداده بودند و هرچقدر بیشتر به قرقرهای بیپایانشان گوش می کردم بیشتر می فهمیدم آنها هم به شیوه خودشان همان کار مرا می کنند. اعتراض به زمان حال انگار هنوز آینده ای وجود دارد که کسی بتواند علیه آن رأی بدهد هیچ شکی نبود اسیر بحران شده بودم ولی تغییرات اخیر در الگوهای رفتاری رده های سنی مختلف برایم مشکل کرده بود بفهمم چه نوع بحرانی را از سر چطور می توانستم اسیر بحران میان سالی شده باشم وقتی چهل سالگی بیس سالگی جدید بود پنجاه سالگی سی سالگی جدید و شصت سالگی چهل سالگی جدید. من این وسط کدام گوری بودم؟ باید زمیمه سبک زندگی را در روزنامه ها می خاندم تا مطمئن میشدم دوران بلوغ را طی نمی کنم. کاش این بدترینش بود. ناگهان متوجه شدم چقدر مسخره است در هزار تویی ساخته خودم زندگی می کنم. ترسیدم مرا با این هزار توی مسخره به یاد بیاورند یا بدتر اصلا کسی به یادم نیاورد. برعکس برادر لعنتیم که هنوز در موردش حرف میزنند هنوز مرکز توجه هموطنانم است هنوز اسمش در کتابهای نیمه آکادمیک به عنوان یکی از شخصیت های شاخص استرالیا می آید در نقاشی ها رمان ها داستان های مصور مستند ها فیلم های تلویزیونی و گاهی هم در پایان نامه های دانشجویی حضور دارد. برادرم تبدیل به یک صنعت شده. رفتم کتابخانه و حدود هفته کتاب پیدا کردم که داستان زندگی تریدین را پر از اشتباه نوشته بودند. به علاوه بیشمار ارجاب او، در کتاب‌های ورزشی، جنایی و آنهایی که به موضوع خسته کننده و سرشار از خودشیفتگی هویت فرهنگی پرداخته بودند. آن وقت اوج خلاقیت من ساختن یک هزار توی مزهک بود. در عجب بودم چرا کسی جلویم را نگرفت. نمیفهمیدم چرا دوستم ادی با رقبت به من پول قرض داد با اینکه میدانست اگر کسی در یک هزار تو زندگی کند لزوما دیوانه خواهد شد. آخر سر پولش را هم پس ندادم ولی باز هم دست از حمایت من نکشید. حالا که فکر می کنم از زمان ملاقاتمان در پاریس بیرحمانه به من پول داده و بدتر از این وحشیانه و از روی بیوجدانی هرگز از من نخواسته پولش را پس بدم. هرگز. به این نتیجه رسیده بودم که هدفی پنهان دارد. کم کم دوچار جنونی پارانویت شدم و از نزدیکترین دوستم بدم آمد. وقتی به حالتها و حرفهایش فکر کردم به این نتیجه رسیدم او هم از من متنفر است. بعد فکر کردم لابد در سر تا سر دنیا تمام دوست ها از هم بیزارند و نباید خودم را بابت این قضیه سرزنش کنم. ولی راستش از اینکه ادی از من بدش می آمد آزرده شدم. این سوال که چرا هرگز متوجه نفرت او از خود نشده بودم مثل خوره روهم را میخورد از این هم بدتر در کمال شرمندگی متوجه شدم علاقه ام را به پسرم از دست دادم دقیقا نمیدانم چرا شاید دیدن همتای چشم و دماغ خودم روی صورت آدمی دیگر تازگیش را از دست داده بود. یا شاید چون حس می کردم چیزی فاسد و ترسو و بیقرار و شهوتی در پسرم هست. چیزهایی که در خودم هم سراغ داشتم. یا شاید به این دلیل که به رغم یک عمر تلاش برای تحمیل خودم به او توانسته بود شخصیتی متفاوت با من پیدا کند یک جورهایی رویایی و مثبت بود و غروب ها را خیلی جدی می گرفت انگار نتیجه این اتفاق همیشه این نیست که خورشید غروب می کند شاید فکر می کند درست در بالای افق منجمد می شود و دوباره بالا می آید. ظاهرا از راه رفتن در بیرون از خانه و گوش دادن به خاک و نوازش گیاهان لذت میبرد. فکر کن پسر من این دلیل روگردانی از او نیست؟ شاید ولی اگر بخواهم راستش را بگویم به این خاطر علاقم را به او از دست دادم که او هم علاقش را به من از دست داد همین جور از او دورتر و دورتر می شدم طوری که دیگر حتی نمی توانستم یک کلمه با او حرف بزنم. وقفه ها بین جمله من طولانی و طولانی تر می شد تا اینکه کار به جایی رسید که دیگر حتی در حضورش کلماتی مثل آه یا آهان هم نمی توانستم به زبان بیاورم. از تمام وجناتش حس می مرا به تمام جنایات بشری به جز فرزند کشی متهم می کند. با من مطلقا درباره زندگی عاطفی، جنسی، کاری، اجتماعی و درونیش حرف نمیزد. راستش موضوعاتی که حرف زدن دربارهشان را ممنوع کرده بود به قدری زیاد شده بودند که کم مانده بود صبح به خیر گفتن را هم شامل شوند. فکر کردم از هم صحبتی با من نیست که خوشش نمی آید. از وجودم متنفر است. اگر به او لبخند می زدم با اخم جوابم را میداد. اگر اخ می کردم لبخند میزد. تمام تلاشش را میکرد کرد آینه وارون نمای من باشد. عجب نمک به حرامی. بعد از تمام چیزهایی که سعی کردم یادش بدهم. اینکه چهار نوع آدم در دنیا هست. آنهایی که وسوسه ی عشق دارند آنهایی که عاشقند آنهایی که وقتی بچند به عقب افتاده ها میخندند و آنهایی که وقت جوانی و میانسالی و پیری هم باز به عقب افتاده ها میخندند یک حکمت تمام ایار ولی این پسر ناسپاس من تصمیم گرفته همه چیز را انکار کند البته که می دانستم با جهات متضادی که به او نشان می دادم گیج می شد برایش موعظه می کردم دنبال گله نرو ولی اینقدر هم خودت را از همه جدا نکن کجا باید میرفت؟ هیچ کدام نمی دانستیم. ولی ببین اگر آشغال ترین پدر دنیا هم باشی باز هم فرزندانت باری بر دوشت هستند و نسبت به رنجشان آسیب پذیری باور کنید حتی اگر روی صندلی جلوی تلویزیون عذاب بکشی باز هم عذاب میکشی این جایی بود که از موضع روانشناختی قرار داشتم وقتی تغییر بزرگ اتفاق افتاد حالم خوب نبود دلیلش را نمیفهمیدم تهوع نداشتم و جاییم هم درد نمیکرد خلص یا مدفوعم رنگ غیر طبیعی نداشت. کاملا با بیماری دوره کودکیم و وقتی مادرم در غذایم مرگ موش میریخت متفاوت بود. فقط احساس غریبی داشتم. شبیه یک بار که متوجه شدم چهار ماه از تولدم گذشته و من نفهمیدم. ولی واقعا هیچ مشکل جسمانی نداشتم. یک چیزی بود از بقیه چیزها عجیب تر. بوی جزئی و غیرعادی که از پوستم بر میخواست. خیلی جزئی. به سختی میشد بهش گفت بو گاهی حسش نمی کردم ولی بعضی وقتها یک لحظه به مشامم می رسید و داد می زدم. دوباره پیداش شد. یک روز صبح فهمیدم چیست. هر کسی که تخیلی بیش فعال داشته باشد خصوصا که اغلب تخیلات هم منفی باشند هرگز نباید از چیزی شگفت زده شود تخیل می تواند فجایع قریب الوقوع را وقتی مشغول گرم کردن خودشان هستند کشف کند خصوصا اگر سوراخ های بینیت را باز نگه داری آدم هایی که می توانند بدون اشتباه آینده را بخوانند محبت بینایی ارزانیشان شده یا محبت گمان زنی این دقیقا کاری بود که آن روز صبح تخیلم انجام داد تمام آینده های محتمل را دید و در یک لحظه تمامشان را به یکی خلاصه کرد داد زدم لعنت به من من بیماری لاعلاج دارم. فراتر رفتم. سرطان. باید سرطان می بود. نمی توانست چیزی جز سرطان باشد. چون از وقتی که مادرم را این شاه امراض بلعیده بود سرطان همیشه موضوع کابوس هایی بود که نیمه شبها از خواب بیدارم می کردند. حتی اگر هر روز از مرگ وحشت داشته باشی بعضی مرگ ها هست که بهشان فکر نمی کنی اسکربوت هشت پای قولاسا سقوط پیانو ولی هر کس که حتی فقط یک سلول مغزش کار کند نمی تواند سرطان را نادیده بگیرد خب همین مرگ همیشه می دانستم یک روز بدنم دمار از روزگارم در خواهد آورد تمام عمرم این احساس را داشتم که سرباز تنهایی هستم به دام افتاده در سرزمین دشمن دشمنان همه جا در کمینم بودند. کمر، پاها، کلیه ها، ریه، قلب و در نهایت به این نتیجه می رسیدند تنها راه از بین بردن من یک عملیات انتهاری است. همه با هم نابود می شدیم. با عجله از خانه آمدم بیرون و با ماشین از هزار تو خارج شدم. وقتی با سرعت از کنار بوته های سبز رد می شدم از اینکه دیدم همه چیز در آفتاب زیبای تابستانی قسل می کند وحشت کردم. معلوم است هیچ چیز سریعتر از سرطان نور خورشید را آشکار نمی کند. یک راست رفتم سراغ دکتر. سالها بود دکتر نرفته بودم. رفتم به مطبی که از بقیه به خانم نزدیکتر بود. برایم فرق نمیکرد چه دکتری فقط دوست نداشتم خیلی چاق باشد. دکترهای چاق به اندازه آرایشگرهای کچل غیر قابل اعتماد هستند. نابغه هم نمیخواستم باشد. فقط میخواستم چیزی را که خودم خوب میدانستم تایید کند. روی تابلوی برنجی روی در نوشته بود دکتر پ سوینی. دویدم توی مطب. اتاق تاریک بود. تاریکی همه چیز را قهوهی جلوه میداد. مبلمان، فرش، حال و هوای دکتر، قهوه‌ای. دکتر با انگشتانش روی میز ضرب گرفته بود. مردی میان سال با چهره ای آرام و موهای پرپشت قهوه‌ای. از آن آدم هایی بود که هیچ وقت کچل نمی شوند. از آنهایی که قبل از دفن هم سلمانی لازم دارند. گفت من دکتر پیتر سوینی هستم. میدونم دکتری. نمیخواد جلوی صورتم تکونش بدی. نمیدونی عنوان فقط به درد این میخوره که یه وقت نامت عوضی نره در خونه بقیه پیتر سوینی های غیر متظاهر دنیا؟ دکتر به اندازه چند میلیمتر در صندلیاش عقب رفت. انگار داشتم توف می کردم. گفتم ببخشید. فکر کنم یه کم عصبی هستم. خودتو دکتر معرفی می کنی که چی بشه. یعنی کلی زحمت کشیدی تا این حق رو به دست بیاری که دستتو بکنی تو دل و روده مردم؟ شاید میخوای همه بدونن دکتری تا یه وقتی بشقاب دل و جیگر یا سیرابی تعارفت نکنن؟ من چه حقی دارم که آدمی رو بر اساس عنوانش قضاوت کنم؟ شما به نظر خیلی عصبی میایین. چه کاری از دستم برمیاد؟ گفتم من مطمئنم که سرطان دارم. ازت میخوام هر کاری از دستت برمیاد بکنی تا اینو ثابت یا انکار کنی. فکر میکنی چه سرطانی داری؟ چه سرطانی؟ نمیدونم. بدترین سرطان چیه؟ خب سرطان پروستات با توجه به سنی که داری احتمالش از همه بیشتره. تو که خودت همسن منی؟ خیلی خوب با توجه به سن هر دوی ما. اینو میتونم بگم که سرطان من خیلی شایع نیست. بدترین سرطان کدومه؟ منظورم وحشتناکترینشون. سیگار میکشی؟ گاهی اوقات. اگه سیگاری بودم از سرطان ریه میترسیدم. چون احتمالا تا لب گور خودم رو میزدم که این چه غلطی بود کردی. سرطان ریه میدونستم خودشه همینو دارم انگار خیلی مطمئنی مطمئنم با اینکه پشت میزش خوب دیده نمیشد احساس کردم دستش را زیر کاغذها گذاشت بالاخره گفت خیلی خوب برات آزمایش مینویسم آزمایش های خوشایندی هم نیستن. سرطان ریه هم نیست. درست میگی. هفته های بعد را با جزئیات بازگو نمی کنم. آزمایش های دردناک، دوره های وحشتناک انتظار، استراب دلپیچه آور. جسپر متوجه چیزی نشد ولی آنوک فهمید یک جای کار میلنگد تمام مدت فضولی می کرد تا بفهمد مشکل کجاست ولی نم پس ندادم میخواستم قبل از اینکه به بقیه بگویم صد درصد مطمئن باشم نمیخواستم امیدوارشان کنم یک ماه بعد دوباره رفتم مطب به دکتر سوینی تا نتیجه آزمایش ها را نشانش بدهم. زمانی که منتظر بودم نوبتم بشود امید دست از سرم بر نمی داشت و زورم به افکار خوشبینانم نمی رسید. بفرمایید آقای دین حالتون چطوره؟ بیا وقت تلف نکنی. سرطانه درست نمیگم؟ بله قدیمترها دکترها به بیمار نمیگفتند رو به موت است بی اخلاقی حساب میشد حالا برعکسش صادق است لحظه شماری میکنند تا به تو بگویند سرطان ریه بله متاسفانه از کجا فهمیدی؟ خدایا حق با من بود داشتم به دست بدن خودم به قتل می رسیدم زدم زیر خنده بعد از خنده دست کشیدم دلیل خندم یادم افتاد با منگی از مطب آمدم بیرون خب ظاهرا برای بدبینی ازلیم توجیهی پیدا شده بود. فکر کنید تمام این مدت خوشبین بودم. الان حس نمی کردم به هم خیانت شده؟ بله مرگی خشن و آرام در انتظارم بود. و من شبها راحت نمی خوابم. پس مرگ آرام هنگام خواب هم دیگر محل بحث نبود. تنها امیدی که داشتم این بود که در خواب و بیداری بمیرم. خدای من. ناگهان تمام مرک های دیگر غیر ممکن شدند. چند وقت یک بار پیش می آید آدمی که دارد از سرطان میمیرد بر اثر گیر کردن استخوان مرغ در گلویش خفه شود. یا موقع بالا و پایین پریدن روی تخت سرش با پنکه سقفی قطع شود. یا از مسمومیت آزبست یا چاقی مفرت بمیرد نه برای چاق شدن مرگ بار فرصت نداشتم تازه این بیماری لاغرترم هم میکرد طی چند هفته بعد از لحاظ احساسی داغان بودم. کوچکترین چیزی اشکم را در می آورد. با آگهی های تلویزیونی گریه می کردم. با تغییر رنگ برگ درختان. یک شب جسپر هم را موقع گریه کردن برای مرگ یک ستاره احمق پاپ که اسمش را هم نشنیده بودم گرفت. تیر خورده بود به سرش و در جا مرده بود. حرامزاده خوششانس. چیزی که مرا به گریه میانداخت ترس از این بود که بعد از افت کیفیت زندگیم توانایی خلاص کردن خود را نداشته باشم. زمانی که کار روزانم بشود انتخاب میان درد و مسکن بین یقمای بیماری و تخریب درمان با وجود اینکه تمام عمرم به مرگ فکر کرده بودم باز هم زندگیم روی این کره خاکی دائم و استوار به نظرم می آمد. چیزی قابل اعتماد مثل سنگ آتش فشانی. حالا که سرطان دارد تا جایی که دلش میخواهد در بدنم منتشر می شود. به نظرم بی خدایی بدترین ظلمی است که میتوانم در حق خودم روا دارم. به مغز التماس کردم تجدید نظر کند. فکر کردم آیا جایی به شکلی دیگر حیاتم را ادامه نخواهم داد؟ می شود اعتقاد پیدا کنم؟ اگر خواهش کنم چه؟ می شود لطفاً به روح جاودان باور پیدا کنم؟ به بهشت یا فرشتگان یا شانزده دوشیزهی که انتظارم را می کشند می شود به اینها باور پیدا کنم ببین من اصلا هیچ احتیاجی به شانزده دوشیزه زیبا ندارم یک زن زشت و چاق هم برایم بس است لازم هم نیست دوشیزه باشد اصلا تو بگو دو چرخه عمومی دنیای پس از مرگ راستش اصلا هیچ زنی هم نباشد اشکال ندارد بهشت هم نبود نبود یک سرزمین هرز جهنم حتی جهنم چون وقتی دارم در دریاچه آتش شکنجه می شوم، دست کم هستم که بگویم آخ می شود لطفا به این یکی اعتقاد پیدا کنم بقیه سناریوهای زندگی پس از مرگ هم چندان تسلی بخش نیستند تناسخ بدون توالی این خداگاهی اصلا چیز جالبی در آن نمی بینم. و بدترین سناریو ابدیت تاریخ آنی که روز به روز محبوب تر می شود آنی که مردم دائم در موردش با من حرف میزنند اینکه میمیرم ولی انرژیم به حیاتش ادامه می دهد. انرژی من آقایان و خانوم ها. انرژی من می تواند کتاب بخواند و فیلم ببیند. انرژی من می تواند از یک وان پر از آب داغ کیف کند یا اینقدر بخندد که پهلویش درد بگیرد. بگذارید با هم صادق باشیم. من میمیرم و انرژیم در مام زمین پخش و حل میشود. و من باید بابت چنین نظریهی هیجان زده شوم. درست مثل این میماند که به من بگویند مغز و بدنم میمیرند ولی بوی گند جسدم چند نسل باقی میماند. جدی انرژی من ولی نمیتوانم جایی وجودم را امتداد دهم وجود حقیقیم نه سایهی که با مثبت انگاری پر شده نه نمیتوانم خود را متقاعد کنم روح چیزیست است به غیر از اسم رومانتیکی که روی خداگاهی گذاشته ایم تا بتوانیم باور کنیم از هم نمی پاشد و نمیپوسد. پس باقی زندگیم ترکیبی بود از درد جسمانی و اندوه روانی و رنگ به طور عادی از پسش بر می آمدم. ولی مشکل این بود که تا زمان مرگم فقط می توانستم به مرگ فکر کنم. تصمیم گرفتم اگر نتوانستم یک روز را بدون تفکر بگذرانم خودم را راحت کنم. چرا نه؟ چرا باید در مقابل مرگ بجنگم؟ هیچ احتمالی برای برنده شدنم وجود نداشت. اگر هم معجزه می شد و این راند را از مرگ می بردم بعدی را می خواستم چه کنم؟ و بعدی را؟ من هیچ استعدادی در بیهودگی ندارم. هدف مبارزه ای که نتیجهش باخته است چیست؟ شرافت انسانی برای شرافت هم مطلقا بی استدادم. هیچ هدفی در آن پیدا نکردم. و وقتی می شنوم که کسی میگوید گوید دست کم شرافتم را حفظ کردم فکر می کنم همین الان با گفتن این جمله از دستش دادی روز بعد از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم تا شب به هیچ چیز فکر نکنم. بعد فکر کردم من الان دارم فکر می کنم نه؟ بعد فکر کردم مرگ من، مرگ من، مرگ من، مرگ وحشتناک و دردناک و پر اشک و آه من. لعنتی. باید انجامش می دادم. فکری در سرم بود. شاید باید خودم را در ملع عام می کشتم. چرا این کار را با هدف یا آرمانی مرتبط نکنم؟ تظاهر کنم بابت اعتراض به چیزی تصمیم به انتحار گرفتم. نمیدانم قوانین بد سازمان تجارت جهانی برای کشاورزی، بدهی کشورهای جهان سوم، هر چیزی عکس آن راهبی که خودش را آتش زد یادتان هست؟ حالا ما یک تصویر جاودانه داریم حتی اگر چنین تصمیمی میگیری تا خانوادت را بدبخت کنی یک آرمان با ارزش انتخاب کن به رسانه ها زنگ بزن یک مکان عمومی پیدا کن و خودت را بکش اگر زندگیت کاملا بی معنا بوده لازم نیست مرگت هم اینطور باشد صبح روز بعد رادیو اتفاقی به من گفت هول ظهر یک تظاهرات اعتراضی در شهر برپا می شود بدبختانه برای اعتراض به قوانین بد سازمان تجارت جهانی برای کشاورزی یا بخشودن بدهی کشورهای جهان سوم نبود. تظاهرات بابت اضافه حقوق و افزایش تعطیلات معلمان دوره ابتدایی برگزار می شود. سعی کردم نیمه پر را ببینم. ارزش داشت آدم بابت چنین چیزی بمیرد؟ نه؟ با بقیه آرمان ها فرق داشت؟ بعید می در بین معلم ها کسی باشد که حاضر باشد خودش را آتش بزند. ولی حدس می زدم از عمل من استقبال کنند. یک ساک پارچه ای پیدا کردم و تویش یک قوطی نفت و فندکی به شکل نیمتنه یک زن و چند قرص مسکن انداختم. میخواستم به مرگ کلک بزنم. امیدوار بودم سر درد هم حقه سوار کنم. سیدنی یکی از زیباترین شهرهای مدرن جهان است. ولی همیشه از خیابانهای تنگ و تاریکی سردر در میآورم که جای نشستن ندارند و بنابراین تمام صبح به قدم زدن و خیره شدن به کسانی که از کنارم رد می شدند گذشت و این فکر که به زودی می بینم ات. من به زودی می مردم. ولی با نگاه به آن آدم های چاق با قبقب های سه طبقه متوجه شدم فاصله چندانی با من ندارند. حدود ساعت دوازده به تظاهرات رسیدم. چیز رقت انگیزی بود. حدود چهل نفر پلاکارت هایی در دست داشتند که رویشان نوشته شده بود احترام می خواهند. بعید می التماس برای احترام فایده ای داشته باشد. چند تا فیلم بردار تلویزیون هم بودند. جوان احتمالا سال اول استخدامشان بود. از آنجایی که لازم نمی دیدم یک خبرنگار کار کشته که در ویتنام از گلوله تک تیراندازها جا خالی می داده از من فیلم برداری کند. رفتم کنار دو زن عصبانی که در هیچ حالتی دوست نداشتم به پسرم درس بدهند و شروع کردم به آماده کردن خودم از لحاظ روانی. فقط باید به افکار منفی درباره ساکنان کره زمین میدان میدادم. وقتی به فهمی نفهمی احساس آمادگی کردم مسکنها را درآوردم ولی متوجه شدم یادم رفته یک بطری آب با خودم بردارم. رفتم به کافه در همان حوالی و یک لیوان آب خواستم. گارسون گفت: باید غذا سفارش بدید. یک صبحانه دیر هنگام سفارش دادم. بیکن، تخم مرغ، سوسیس، قارچ، لوبیا، توست و قهوه. خیلی خوردم. اینقدر که خوابم گرفت. تازه اسپرسوی دوم را سفارش داده بودم که دیدم یک آدم معروف از رستوران آن طرف خیابان آمد بیرون. یک گزارشگر قدیمی تلویزیون. یک خاطره محو ازش داشتم. فکر کنم به خاطر یک جور رسوایی آب رویش رفته بود. چه اتفاقی افتاده بود؟ رفته بود روی اعصابم؟ جلوی دوربین شلوارش را خیس کرده بود درباره وضعیت دنیا دروغ گفته بود و در تلویزیون ملی اعلام کرده بود اوضاع همه رو راه خواهد شد نه اینها نبود صورت حساب را دادم و رفتم طرفش میخواستم جزئیات رسوایی عمومیش را بپرسم که یک دختر از رستوران آمد بیرون و دستانش را دور گردنش حلقه کرد. فکر کردم هیچ کس تا حالا اینجور با احساس مرا بغل نکرده. بعد دختر خودش را کنار کشید و او را هم شناختم. فکر کردم خدایا این آدم های مشهور چه می کنند؟ با هم همراه می شوند تا شهرتشان را دو برابر کنند؟ بعد ناگهان متوجه شدم. دختر مشهور نبود. دوست دختر پسرم بود. خب که چی؟ به من چه؟ خیلی تراژدی مهلکی نبود. یک درام نوجوانانه. از آنهایی که آدم شبها در سریال های آبکی می بیند. ولی به خاطر اینکه شاهد ماجرا بودم نقشی هم در این ملودرام بی ارزش به من رسید. باید تا انتها نقشم را بازی می کردم تا پایان نمایش. عجب شانس مزخرفی. من فقط می‌خواستم در آرامش خودم را به آتش بکشم. حالا مجبور بودم درگیر ماجرا شوم با نفرت کبریت و نفت را دور انداختم به شکل غریبی از اینکه دلیلی برای زنده ماندن پیدا شده بود خوشحال بودم وقتی رسیدم خانه آنوک در کارگاهش روی تخت لم داده بود به یک مشت بالشت همیشه می توانستم برای یک معاشرت خوب روی آنو کساب کنم. هر دو موضوعات مورد علاقه داشتیم. موضوعات پیش فرض. مال من ترس فرساینده از اینکه به قدری در نظر خودم سقوط کنم که دیگر در آینه خودم را به جان نیاورم و از کنارش بگذرم و تظاهر کنم خودم را ندیدم. و مال آنوک همیشه داستان ترسناک جدیدی از وقای نامه جهنم روابط مدرن. اغلب با شرح روابط عاطفی اخیرش از خنده رود برم می کرد و دلم به شکل غریبی برای مردانی که او را ترک کرده بودند میسوخت. همیشه برای خودش همه چیز را پیچیده می کرد. آدم های بی ربط را کنار هم می گذاشت. با دوست پسر سابق دوستش دوست می شود. با دوستان دوست پسر سابق خودش. همیشه روی خط انصاف. تلو تلو خوران روی خط و گاهی سقوط. پرسیدم نظرت در مورد دختری که جسپر باهاش این طرف و اون طرف میره چیه؟ قشنگه فقط همین؟ من تا حالا دو کلمه هم باش حرف نزدم جسپر از ما قایمش میکنه گفتم طبیعیه من مایه خجالتش هستم چیش طبیعیه؟ من مایه خجالت خودمم هستم. چرا برات جالب شده؟ امروز دیدمش با یه مرد دیگه. آنوک بلند شد و با چشمان درخشان نگاهم کرد. گاهی فکر می کنم حیوان انسان برای زنده ماندن قضا و آب احتیاج ندارد. غیبت جواب همه نیازهایش را میدهد مطمئنی آره بهش گفتی نه هنوز نگو فکر کنم باید بگم نگم نمیتونم بشینم و پسرم و تماشا کنم که بازیچه دست یکی غیر از خودم شده بهت میگم چی کار کنی. باهاش حرف نزن. با دختر حرف بزن. بهش بگو که دیدیش. بهش بگو باید به جسپر بگه وگرنه خودت بهش میگی. نمیدونم. اگه خودت بگی افتضاح بار میاد. تازه ممکنه باور نکنه. فکر میکنه حسودیت شده و داری باهاش رقابت میکنی. فکر میکنی پدرا و پسرا با هم رقابت میکنن؟ آره خیلی عادی آنوک زانویش را بالا آورد و چانهش را روی آن گذاشت و جوری به من زل زد انگار دو دل بود به من بگوید چیزی لای دندانم گیر کرده یا نه گفت من دیگه به اندازه کافی از روابط کشیدم. میخوام یه مدت استراحت کنم. فکر کنم تبدیل شدم به یک تک همسر سریالی. شرماوره. چیزی که واقعا میخوام یه عاشقه. آره بهت میاد. یه رابطه دوستانه با کسی که میشناسم فکر خوبیه کسی رو تو نظرت داری؟ مطمئن نیستم. شاید یکی مثل تو. واقعا این را گفت و من واقعا نگرفتم. با خودم گفتم یواش یواش یکی مثل من کسی رو مثل من سراغ داری؟ یه نفر یه نفر مثل من نمیخوام ببینمش جسپر نمیتواند جسپر باشد ممکن است کی رو شبیه من میشناسی تو آرام گفتم قبول دارم یه شباهتهایی هست کم کم داشتم متوجه می شدم. انگار داشت از میان ابری متراکم به سمتم می آمد. روی سندلیم صاف شدم و گفتم منظورت این نیست که چرا؟ واقعا؟ آره واقعا؟ آره نه واقعا اینطوری داستان من و آنوک شروع شد تبدیل شد به اتفاقی منظم احساس غرور می کردم احساس جوانی باورم نمی شد بودنم با او را تن داغان خودم کنار بدن شاداب او برایم قابل تصور نبود. این ارتباط واقعا نجاتم داد. رابطه ایمان بیزرر بود مثل خوردن بستنی به عنوان صبحانه. هیچ کدام نمی چه باید بگوییم و برای شکستن این سکوت آزار دهنده بود که بالاخره رازم را به آنوک گفتم. اینکه داشتم میمردم بدتر از انتظارم با قضیه برخورد کرد در حقیقت حتی بیشتر از خودم ماجرا را جدی گرفت جیغ زد نه و با حرارت اسم یک سری درمان سنتی را برایم ردیف کرد طب سوزنی داروهای گیاهی با اسمهای عجیب و غریب یک روش درمانی ترسناک به اسم پاک کردن لای دندانهای روح مدیتیشن و توانایی شفابخشی تفکر مثبت ولی نمی شود با تفکر مثبت مرگ را تاران، مثل این میماند که با خودت فکر کنی فردا خورشید از غرب طلو خواهد کرد از غرب هیچ ثمری ندارد طبیعت قوانینی دارد که آنوک میخواست در مقابلشان بیستد گفتم ببین آنوک من نمیخوام بقیه عمرم رو صرف مبارزه با مرگ کنم. تمام جزئیات را از من پرسید. هرچقدر که میدانستم به او گفتم. دلش برایم سوخت. گریه کردم. پرسید به جسپر گفتی؟ راجب خودمون؟ نه راجب خودت. سرم را تکان دادم. شعفی شرم سارانه داشتم. در ذهنم با لذت جسپر را تصور می کردم که از یک عمر نفرت از من پشیمان خواهد شد. در هم خواهد شکست و خواهد گریست خجل و شرمگین. این فکر کمی سر حالم آورد. احساس گناه روح نابود کنه یک نفر دیگر می تواند دلیلی برای زیستن باشد بعد از این گفتگوی اولیه دیگر زیاد در مورد مرگ قریب الوقوع من حرف نزدیم هرچند می فهمیدم همواره به آن فکر می کند چون دائم تلاش می کرد متقاعدم کند اعضای سرطانیم را به مؤسسات تحقیقاتی اهدا کنم. بعد در یک شب سرد که داشتیم دستانمان را بر پستاب های عشق ورزی گرم می کردیم. از من پرسید می خوای بقیه عمرتو چیکار کنی؟ سوال خوبی بود. حالا که باقی مانده زندگیم آنطور که قبلتر تصور می کردم چند میلیارد سال نبود واقعا می خواستم چه کار کنم برای اولین بار در زندگیم در آستانه ضرری بزرگ بودم یک زیان تمام و کمال دیگر حتی نمی توانستم کتاب بخوانم. حالا عمیق کردن دانشم نسبت به دنیا و کله های ساکنش به چه دردم میخورد؟ وقتی دیگر قرار نبود وجود داشته باشم که بتوانم به خاطر یافته هایم دندان به هم بسایم. از همین حالا، تلخی نبودنم را حس می کردم. خیلی کارها بود که دوست داشتم انجام بدم. به تمام چیزهایی فکر کردم که می توانستم باشم. وقتی برای آنوک بازگویشان می کردم یکی از یکی مسخره تر به نظر می آمدن. کوه نورد نویسنده رومنس های تاریخی مخترعی با اختراعی عظیم مثل الکساندر گراهام بل چیز دیگه نیست؟ یه چیز دیگه چی؟ همیشه فکر میکردم میتونم یکی شبیه راسپوتین بشم پرسید منظورت چیه؟ دفترچه هایم را زیر و رو کردم و ایده ای را به او نشان دادم که در آن میخواستم آدم های پولدار و قدرتمند را با نظریاتم متحول کنم. اینکه قصد داشتم ایده های فوق را در گوشی بزرگ و طلایی زمزمه کنم. با انرژی یک مجنون به این یکی چسبید. فکر می کرد اگر فقط به یکی از آرزوهایم برسم با حسی از رضایت به گور می روم. مگر کسی وجود دارد که راضی به گور برود. تا وقتی حتی یک خارش برای خاراندن باقی مانده چیزی به اسم رضایت واقعی وجود ندارد و برایم مهم نیست شما چه کسی هستید همیشه یک خارش هست بعد در شبی توهی جسپر به اتاقم آمد و گفت اسکار و رینولد هابز به دیدنم آمدند. ظاهرا آنوک دو نفر از با نفوذترین آدمهای روی زمین را به خانه آورده بود. نفرتی شدید نسبت به آنوک درونم موج زد. برآوردن آخرین آرزوی یک روبه موت کثیف ترین کاری است که می شود در حقش کرد. نمیفهمی که نمیخواهد آرزوی حقیقیش این است که نمیرد رفتم بیرون و دیدمشان رینولد متکبر و مسمم حتی پلک زدنش هم مقتدرانه بود و پسر و وارثش اسکار با چهره ای به قایت زیبا محصول بینقص خاندان پادشاهان مدرن بود. در سلسله های پادشاهی جدید نسل دومی ها با سوپر مدل ها وصلت می کنند تا نسل های بعد گونه های برجسته داشته باشند. نسبت به آن دو نفر هم نفرت عمیقی داشتم با آن آینده مطمئن نشان بالاخره مرگ خودم را باور کرده بودم ولی مال آنها را درک نمی کردم. به نظر نمی آمد چیزی رویشان تأثیر داشته باشد. رینولد نگاه کرد. داشت سبک سنگینم می کرد. زیادی سبک بودم. اصلا چرا در خانه من بودند؟ برای گوش کردن به ایده هایم. آنوک چطور موفق شده بود؟ جالب بود. این بزرگترین کاری بود که کسی در حقم کرده بود. چند دفترچه برداشتم و ایده های مزهکی را که طی سالها نوشته بودم خواندم. مهم نیست چه بودند فقط اینکه دیگر رنگ و رویی نداشتند وقتی از رو میخواندم رینولد و پسرش صورتهایشان شبیه چوب شده بود واقعا هیچ عنصر انسانی درشان وجود نداشت بعد از اینکه ایده هایم را شنیدند رینولد با خشونت یک سیگار برگ روشن کرد و من فکر کردم این چه پیوندی است که بین پولدارها و سیگار برگ وجود دارد فکر می کنند سرطان ریه مال آدم های درجه سه است و سرطان زبان مال کسانی که از پله های ترقی بالا رفتند؟ بعد رینولد دلیل آمدنشان را به من گفت. نیامده بودند ایده هایم را بشنوند. میخواستند از من برای ساختن یک مینی سریال درباره تریدین کمک بگیرند. نمیدانستم چه بگویم. نمی توانستم حرفی بزنم. رینولد به پایش دست کشید و پسرش ناگهان گفت دیگه باید بریم عجب کار گروهی بینقصی عجب ابر خداگاهی بعد رفتن. خشمگین از برادرم رفتم به هزار تو و به کائنات التماس کردم حتی شده پنج دقیقه زمان را به عقب برگرداند تا بتوانم دست کم در چشمش توف کنم یک روح چقدر میتواند خستگی ناپذیر باشد گذشتم را تبدیل کرده بود به زخمی عمیق و گسترده بهبود نیافته و بهبود نیافتنی عفونی و, و واگیردار. بیرون سرد بود. جوری با زحمت در شب راه میرفتم انگار در یک رودخانه قدم بر می داشتم. ناراحتیم چندان غیرقابل پیش بینی نبود. معلوم است که بخشی از وجودم دوست داشت به موفقیت برسد. نمی توانی تا آخر عمرت شکست بخوری می توانی؟ ولی راستش می توانی. مشکل همین بود. مارتی آنوک داشت به سمتم میدوید دیدنش به من آرامش داد. دیگر بابت باد زدن آتش روح برادرم از دستش ناراحت نبودم. من آنوک را داشتم. من شور دیوان وار در رزومم داشتم. روابطمان به قدری پرشور بود که فکر می کردیم، داریم خیانت می ببخشید. فکر کردم ممکنه براشون جالب باشه. اونا فقط تری رو میخوان. همیشه. آنوک دستانش را دورم حلقه کرد. حس می کردم اشتیاق در اتاقهای تنم حرکت می کند. خورشیدی نورانی بر سایه های سرطانم تابید و من تازه و جوان شدم. آنو کم این را حس کرد چون سرش را مدتی که به نظرم بسیار طولانی آمد از کنار گردنم تکان نداد. از جای میان بوته ها صدای پا به گوشمان خورد. هلش دادم عقب. چی بود؟ فکر کنم جسپره. خب؟ فکر نمی کنی باید بین خودمون بمونه؟ آنوک طولانی نگاهم کرد. چرا؟ میدانستم بد برداشت می کند. همیشه وحشت داشتم هیستری جسپر آنوک را ضد من کند و همه چیز تمام شود. ممکن بود به این نتیجه برسد بودن با من به درد سرش نمی عرضد. برای همین بود که چند روز بعد عمل عجیب و ناخوشایند دخالت در زندگی عاطفی پسرم از من سر زد. بخشی از من میدانست هر کاری بکنم و نیتم چه شرافتمندانه باشند و چه غیر شرافتمندانه این عملم بازتاب خواهد داشت. خب که چه؟ من که نمیخواستم محکم ترین پیوند روی زمین را از هم بگسلم همین گواه ناسازگاریشان نبود که دختر بر چالش اخلاقی معشوق گرفتن فایق آمده بود و پسرم نه دارم توجیه می کنم دانم. حقیقت این بود که ترجیح میدادم پسرم را از دست بدهم تا آنوک را نمی توانستم به دختر زنگ بزنم و هیچ راهی هم وجود نداشت که بدون آشوب به پا کردن تلفنش را از جسپر بگیرم برای همین یک روز صبح زود از خواب بیدار شدم و کشیک کشیدم و وقتی دیدمش تعقیبش کردم تناوب و حتی جدیت رابطهشان را می توانستم از روی چالاکیش در راه رفتن در هزار تو تخمین بزنم. وقتی دنبالش می رفتم با خودم فکر می کردم چطور می شود خیانت را به روی کسی آورد. تصمیم گرفتم رک و راست با او حرف بزنم. گفتم سلام سری برگشت سمتم و لبخندی زد که راحت می توانست مردی را از راه بدر کند سلام آقای دین دست بردار می خوام یه چیزی بهت بگم با تمام شیرینی و صبوری دنیا نگاهم کرد. رفتم سر اصل مطلب. دیروز دیدمت کجا با یکی بودی که من پدرش نبودم نفسی نامطمئن کشید و چشمانش را پایین آورد گفت آقای دین ولی این تنها چیزی بود که به زبان آورد خب چی داری بگی خودت به جسپر میگی یا من بگم؟ دلیلی نداره به جسپر بگیم. مسئله اینه که ما یه مدت با هم بودیم و خیلی سخت تونستم فراموشش کنم و فکر کردم مهم نیست من چی فکر کردم ولی اون دیگه منو نمیخواد. منم دیگه نمیخوامش. من جسپر رو دوست دارم. من فقط خواهش میکنم بهش نگین. باهاش به هم میزنم ولی بهش نمیگم. من نمیخوام باهاش قطع رابطه کنی. برام مهم نیست که تو دوست فرزند من هستی یا نه. ولی اگه هستی حق نداری بهش نارو بزنی. اگه همین کار رو میکنی باید بهش بگی. ببین بذار یه داستانی برات تعریف کنم. یه زمانی من عاشق دوست برادرم بودم. اسمش کارولین پاتس بود. سب کن شاید بهتر باشه از اول شروع کنم. همه دوست دارن بدونن تری چه جور بچه ای بوده. انتظار دارن داستانایی از خشونت کودکانه و فساد در قلبه نوزاد بشنوند. یه جنایتکار مینیاتوری را تصور می کنن که در جای بازی بچه ها در فواصل بین شیر خوردناش مرتکب اعمال غیر اخلاقی می شده. مسخر است. من باید برم آقای دین. گفتم او خب خوشحالم که به نتیجه رسیدیم. و وقتی که رفت حتی یک ذره هم نفهمیدم سر چی به نتیجه رسیدی. همان شب وقتی آنوک پیشم بود جسپر وارد اتاق شد. جا خورد. نمیدانم چرا تا این حد باعث شرمندگیش شد. شاید عقده اودیپ در خانواده های از هم گسیخته مثل خانواده ما بیشتر مستاق داشت. جسپر ناراحت و عصبانی شد. فکر می کنم گاهی در زندگی تسلیم عصبانیتی بی معنا می شویم که نقشش از میان بردن تمام اعتبارمان است. جسپر در چنین موقعیتی بود. هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که بخواهد با پیوند من و آنوک مخالفت کند و خودش هم خوب می دانست. ولی کار بعدیش این بود که بیاید و به من بگوید دارد از خانه می رود. یک دقیقه در سکوتی استاد. دقیقه ای بود طولانی. طولانی نه. عریض و عمیق و تاریک لبخند زدم وزن لبخندم را حس کردم بی اندازه سنگین بود انتظار داشتم خروجش یک قرن طول بکشد ولی به شکل نامنتظری خیلی سریع تمام شد بعد از اینکه گفت بهت تلفن میکنم به آواز خشمگین گامهایش گوش کردم و خواستم پشت سرش بگویم با من در تماس باشد تا احساس گناه نکند. رفت تنها شدم حضورم به اندازه لبخند سیمانیم سنگین شد. خب مرا در درز تاریکم تنها گذاشت. در گرد باد انفرادیم. بچه ها واقعا به هیچ دردی نمیخورند نه؟ نمیدانم مردم چطور رضایتی ماندگار از فرزندانشان به دست میآورند. باورم نمیشد که رفت. پسرم. سقط جنین ناموفق من رفتم بیرون و ستاره هایی را که بر آسمان خال کوبی شده بودند نگاه کردم یکی از آن شبهای مغناطیسی بود که حس می کردی یا همه چیز به بدنت جذب می شود یا ازش دفع می شود. تمام این مدت فکر می کردم پسرم در تلاش است با من تفاوتی در حد تفاوت تصویری که در آینه منعکس می شود پیدا کند. ولی اینطور نبود. تمام وجودش با من فرق داشت و همین فراریش داد. یک هفته بعد احساس کردم در ابری متراکم و سیاه گم شدم. آنوک چند روز بود که نمی آمد و من در کارگاه بین مجسمه هایش نشسته بودم و بی اندازه حسلم سر رفته بود. یک آدم روبه مرگ چه حقی دارد حسلش سر برود؟ زمان داشت مرا میکشت و من با وقت کشی انتقام می گرفتم. جسپر رفته بود. آنوک ترکم کرده بود. تنها کسم ادی بود ولی او را هم فقط چند دقیقه می توانستم تحمل کنم. چقدر بد است که نمی شود بروی بیرون و فقط ده دقیقه یک نفر را ببینی. همین میزان تماس انسانی برای سه روز من کفایت می کند. بعد ده دقیقه دیگر لازم دارم. ولی نمی شود کسی را برای ده دقیقه دعوت کرد. میمانند و میمانند و نمیروند تا آخر مجبور شوی چیزی توهینآمیز مثل این بگویی حالا برو سالها این جمله مورد علاقم بود بیشتر از این نگهت نمیدارم یا بیشتر از این وقت تو نمیگیرم ولی فایده ای نداشت آدم های زیادی در دنیا هستند که هیچ کاری ندارند و جایی ندارند بروند و از هیچ چیز به اندازه هدر دادن زندگیشان با گپ زدن لذت نمیبرند. این را هرگز درک نکردم. وقتی صدای آنوک را شنیدم که اسمم را صدا کرد نسیمی از شادی در دهلیزهای قلبم وزید و داد زدم اینجام توی کارگاه اشتیاق در وجودم زبانه کشید وقتی آمد تو دیدم اخم کرده گفت تنها نیستم چه کسی سر بی نقصش را از لای در تو آورد؟ اسکار هابز به عنوان شاهدی برای جذابیت غیر قابل انکارش یک راست رفت سر اصل مطلب گفت یه خبری براتون دارم دوست دارم یکی از ایده های شما رو از قوه به فعل در بیارم دوست داشتم یا از هم بپاشم یا تبدیل به یک بلوک سیمانی شوم. خیلی سری گفتم آخه چرا؟ و بعد کدوم یکی؟ فکر کردم راجع بهش حرف زدیم. خودتون کدوم رو ترجیح میدی؟ سوال خوبی بود. نمیدانستم. چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم و در مغزم شیرجه رفتم و به اعماق شنا کردم. باید در عرض یک دقیقه یکی را از میان بیشمار ایده احمقانه انتخاب می کردم. بلاخره آنی را که میخواستم یافتم. یک ایده قابل اجرا. پلک هایم باز شدند. اعلام کردم. میخوام تمام مردم استرالیا میلیونر بشن. گفت انتخاب خوبیه و فورا متوجه شدم یک دیگر را درک می کنیم چه راهی رو برای اجرایی شدن این ایده پیشنهاد می به من اعتماد کن. به همه جوانبش فکر کردم. به شما اعتماد کنم؟ از اونجایی که تو بازیگر مهمی در عرصه شرکت های چند ملیتی هستی این منم که نمیتونم به تو اعتماد کنم. پس تویی که باید به من اعتماد کنی. به موقعش جزئیات رو بهت میگم. اسکار نگاهی گذرا به آنوک انداخت و دوباره چشم به من دوخت. گفت باشه. باشه؟ یک دقیقه صبر کن جدی میگی؟ آره. در سکوت معذب کننده بعد از پایان این اتفاقات نامحتمل متوجه نگاه عادی و بی حالت اسکار به آنوک شدم. انگار داشت با چیزی در وجودش میجنگید. معنایش چه بود؟ آنوک به او قولهایی داده بود؟ آیا به خاطر من با اسکار پیمانی عجیب و ناخوشایند بسته بود؟ این شک آزارنده موفقیت ناگهانیم را زیر سوال می برد. همیشه همین طور است. نمی شود یک پیروزی کامل به دست آورد. همیشه یک جای کار می لنگه. ولی با این حال در پذیرش پیشنهادش درنگ نکردم. این یکی هم با مشتی نامنتظر بر شکمم همراه شد. نگاه ناباورانه آنوک. انگار با پذیرفتن پیشنهاد اسکار خود را به چیزی بسیار پایین تر از انتظاراتش فرو کاسته بودم. این چیزی بود که به هیچ عنوان درکش نمی کردم. این پیشنهاد خود آنوک بود. نبود؟ به هر حال مجبور بودم بپذیرم. چه راه دیگری پیش پایم بود؟ فقر زمان داشتم. وارد عمل شدیم. قدم اول تبلیغات بود. باید اشتهای مردم را تحریک می کردیم. اسکار باهوش بود کار بیهوده نمی کرد. درست روز بعد حتی قبل از اینکه بحث کنیم این طرح ابلهانه چطور میخواهد عملی شود عکس مرا در صفحه اول یک روزنامه زرد پرطرفدار چاپ کرد و زیرش نوشت این مرد میخواهد شما را ثروتمند کند یکم کم قدیمی بود زرافت نداشت ولی موثر بود این پایان رسمی زندگی من بود به عنوان مردی نامرئی این خلاصه ترین شکلی بود که میشد ایده من را مطرح کرد بدون هیچ گونه شرحی ولی اعصاب کن ترین چیز عنوانی بود که من را با آن به ملت استرالیا معرفی کرده بودند برادر تبهکار افسانه‌ای تریدین روزنامه را پاره پاره کردم بعد تلفن شروع کرد زنگ خوردن و حقیرترین اشکال حیات انسانی آن طرف خط بودند یعنی خبرنگارها خودم را در چه محلکه ای پرتاب کرده بودم. تبدیل شدن به شمایلی اجتماعی مثل دوست شدن با یک سگ وحشی بود در حالی که تمام جیبهایت پر از گوشت است. همه دوست داشتند بدانند چگونه میخواستم مردم استرالیا را ثروتمند کنم. اولین نفر یک تهیه کننده ی تلویزیون بود که میخواست با من مصاحبه کند. گفتم به هیچ وجه و گوشی را گذاشتم. واکنشم کاملا غیر ارادی بود. آنوک گفت اما باید برای طرح تبلیغ کنی. با ضعف گفتم گور پدرش. میدانستم حق با اوست ولی چطور می توانستم با این خبرنگارها صحبت کنم وقتی تنها صدایی که در مغزم می شنیدم انعکاسی پر سر و صدا بود از خشمی کهنه کاشف و عمل آمد من از آن دست آدمهایی هستم که می توانند یک عمر کینه را در دلشان نگه دارند. هنوز از رسانه ها بابت آسیبی که بعد از یاقیگری تری به ما رساندند عصبانی بودم. باید چه می کردم؟ همینطور زنگ می زدند و زنگ میزدند، و زنگ میزدند. درباره خودم می پرسیدند. هم. برادرم. صداهای متفاوت، سوالات تکراری. وقتی رفتم بیرون صدایشان از جاهای مختلف هزار تو به گوشم خورد. هلیکوپترها بالای سرم چرخ می زدند. رفتم داخل خانه و درها را قفل کردم و رفتم توی رخت خواب و چراغها را خاموش کردم. احساس می کردم تمام دنیایم دچار حریق شده. تقصیر خودم بود میدانستم ولی این چیزی را حل نمی کرد. همه چیز را بدتر می کرد. برنامه تلویزیونی بدون مصاحبه با من پخش شد. اسکار هابز مصاحبه کرد. ظاهرا نمی خواست مردم گریزی من همه چیز را نابود کند. وقتی فیلمی از من که در زمان تقیان هری گرفته شده بود از تلویزیون پخش شد وحشت کردم. آن موقع ها تلویزیون تماشا نمی کردم و بنابراین هرگز این فیلم را ندیده بودم. این بود. در شهرمان که با رسد سوخته بود و دیگر وجود نداشت همه زنده بودند. مادرم، پدرم، تری و حتی خودم. حتی خود هفته سالم. باورم نمیشد اینقدر جوان بودم. اینقدر لاغر. اینقدر زشت. در تلویزیون فقط پوست و استخوان بودم و با گامهای آدمی که به سمت آینده می رود بی این که بداند چه فاجعه ای در انتظارش است از دوربین فرار می کردم فوراً رابطه عشق و نفرتی با خود سابقم برقرار کردم از خودم بابت حرکت خوشبینانم رو به آینده خوشم آمد ولی بابت رسیدن به آینده و گند زدن به آن از خودم بیزار شدم. صبح روز بعد رفتم ساختمان هابز. دژی استوار و چهار فصل در مرکز شهر هفتاد و هفت طبقه اتاقهای آیق صدا، آیق بو و آیق فقیر. به محض اینکه قدم به لابی گذاشتم فهمیدم در نانو ابدیتم پیر شدم آدم هایی که از کنارم میگذشتند خیلی جوان و سالم بودند فقط نگاه کردن بهشان باعث می شد صرف امانم را ببرد اینها گونه جدیدی از مردان و زنان کارگر بودند. کاملا متفاوت با گونه که در تب بی سبری انتظار ساعت پنج را می کشیدند تا از بند رها شوند. اینها مصرف کنندگانی بودند که از منظر آسیب شناسی مدام در استراب به سر می بردند و تمام مدت کار می کردند در صنعتی به نام رسانه جدید رسانه دیجیتال و فناوری اطلاعات در این مکان روشها و فناوری های قدیمی اصلا به یاد آورده نمی شدند و اگر هم کسی یادش می آمد با علاقه دربارهشان حرف میزد انگار داشت درباره مرگ بستگان آب روبرش صحبت می کرد. یک چیز قطعی بود. این کشت جدید کارگران با اسمی شد مارکس گهگیجه بگیرد. برخلاف انتظارم نه دفتر رینولد طبقه آخر بود و نه دفتر اسکار. هر دو در طبقات میانی بودند. وارد سالن انتظاری بیروح ولی پرزرق و برق شدم. میخواستم ماسک انتظارم را به چهره بزنم که منشی به من گفت بفرمایید تو آقای دین. دفتر اسکار به شکل غریبی کوچک و ساده بود با نمایی از ساختمان روبرو رو. داشت با یکی پای تلفن حرف میزد فکر میکنم پدرش بود چنان عصبانی و بلند با او حرف میزد که این جمله را شنیدم تو اینقدر احمقی اسکار ابرو بالا انداخت و به من گفت بنشینم روی صندلی زیبای عتیقه پشت تختی که به نظر ناراحت می آمد. به جای نشستن رفتم سراغ کتابخانه. مجموعه چشمگیری داشت از کتابهای چاپ اول. گوته، شوپنهاور، نیچه به آلمانی، تولستوی به روسی و لئوپاردی ایتالیایی به یاد دو بیت از شعر روحی بخش این آخری افتادم آن لکه اسید در زمان چه بود که حیات نام داشت و رفت اسکار گوشی را گذاشت چهرهش حالتی داشت که نمیتوانستم درکش کنم. حمله ام را شروع کردم. گوش کن اسکار من به تو اجازه ندادم اسم برادرم و مطرح کنی اون هیچ ربطی به من نداره من دارم پول این طرح میدم به اجازه تو احتیاجی ندارم هی راست میگی احتیاج نداری گوش کن مارتین تو باید از من ممنون باشی به نظرم برادرت یه دیوونه زنجیری خطرناک بوده که استرالیا بی خود و بی جهت بزرگش کرده. داد زدم. اون همینی بود که تو گفتی. تا مغز استخوانم از هیجان می لرزید. چون هیچ کس تا حالا اینقدر سریح این مسئله بدیهی را به زبان نیاورده بود. خب فردی کوره هم میتونه اینو ببینه مسئله اینه که مردم این کشور عاشقش هستن و نسبت تو با اون باعث میشه تو رو جدی بگیرن درسته ولی لازم نیست ادامه بدی این نقشه توه الان وقتشه که تو در مرکز توجه باشی دیگه لازم نیست زیر سایه برادر مردت زندگی کنی دقیقا درست میگی. بعد از هفته اول با همه چیز کنار میای، نگران نباش. باید اعتراف کنم اسکار هابز یک آقای به تمام معنا بود. راستش هر بار میدیدمش بیشتر جذبم می کرد. به نظرم میآمد کاملا درکم می کند. فکر کردم، شاید مردم باید درک کنند پارتی بازی لزوما به معنای ترقی یک ابله نیست. به هر حال بیا بریم سراغ جزئیات. نقشت چیه؟ باشه خیلی ساده است. آماده ای؟ بله. خیلی خوب. گوش کن. با توجه به جمعیت حدود 20 میلیونی کشور، اگه هر استرالیایی فقط هفته یه دلار به یه آدرس مشخص بفرسته و اون پول به 20 قسمت تقسیم بشه هر هفته از سال 20 خانواده استرالیایی میلیونر میشن همین همین این ایده تو بود این ایده من بود اسکار تکیه داد به صندلیاش و قیافهای متفکر به خود گرفت شبیه قیافه عادیش بود فقط کمی کوچکتر و فشرده تر. سکوت باعث شد معذب شوم. یک مقدار دیگر برایش توضیح دادم. بعد از هفته اولم میشه از هر ای که میلیونر شده هزار دلار به عنوان کارمزد گرفت. این یعنی بعد از هفته اول همیشه یه بودجه 20 هزار دلاری برای هزینه های جاری تشکیلاتمون داریم. اسکار شروع کرد حرکت دادن ریتمیک سرش. ادامه دادم. طبق محاسباتم در پایان سال اول هزار و چهل خانواده میلیونر میشن. سال دوم دو هزار و خانواده سال سوم سه هزار و, سد و, بیست و به همین ترتیب سه میلیونر جدید در عرض سه سال خیلی خوبه ولی با این روند حدود نوزده هزار و سی سد و بیست سال طول میکشه تا تمام استرالیایی ها میلیونر بشن تازه اگه افزایش جمعیت رو در نظر نگیریم شایدم کاهش یا کاهش مشخصه که برای افزایش تصاعدی تعداد میلیونرهای استرالیایی مجبوری میزان پرداخت رو هر سال یک دلار افزایش بدیم بنابراین سال دوم همه باید دو دلار پرداخت کنند این یعنی چهل میلیونر در هفته یا دو هزار و هشتاد میلیونر در سال. سال سوم میکنیمش سه دلار. 60 میلیونر در هفته یا سه 3120 و و میلیونر در سال و به همین منوال تا اینکه تمام استرالیایی ها میلیونر بشن این ایده توه این ایده منه گفت میدونی چیه؟ اینقدر ساده است که فکر کنم بشه به راحتی عملیش کرد. گفتم حتی اگه هم عملی نشه، میخوایم با اون لکه اسید در زمان که زندگی نام داره و میره، چیکار کنیم؟ چنین چیزی رو تو مصاحبه نمیگن مارتین. سرتکان دادم. خجالت کشیدم. شاید متوجه نقل قولم نشد چون آن را به ایتالیایی نگفتم. همان شب سر و کله ادی ای با همان سر و وضع همیشگیش پیدا شد. شلوار اتو خورده، پیراهن بدون چروک و ای که باعث میشد فکر کنم فروشگاه های آسیایی مدل واقعی پشت شیشه میگذارند. خیلی وقت بود ندیده بودمش. ادی همیشه ناپدید و پدیدار می شد. به محض دیدنش یاد این ایده هم افتادم که تمام این مدت از من نفرت داشته. با دقت نگاهش کردم نمیشد نشانه ای از نفرت در و دید. شاید اینقدر تظاهر به دوست داشتنم کرده بود که دیگر یادش نمی آمد از من بیزار است. اصلا برای چه تظاهر می کرد از من خوشش میآید. چه تله شومی برایم کار گذاشته بود؟ شاید هیچی؟ شاید فقط میخواست تنهاییش را لطیفتر کند؟ همین ناگهان دلم برای تماممان سوخت؟ پرسیدم کجا بودی؟ تایلند میدونی از تایلند خوشت میاد بعد نیست یه بار بری واسه چی باید از تایلند خوشم بیاد؟ بهت میگم فکر میکنم از کجاها ممکنه خوشم بیاد وین، شیکاگو، بورا بورا و سن پترزبورگ هول و هوش سال 1890 در مورد تایلند خیلی مطمئن نیستم. اونجا چی کار می کردی؟ من امروز عکس تو رو توی صفحه اول روزنامه دیدم. ممکنه. چه خبر شده؟ بهش گفتم چه خبر شده. وقتی گوش میکرد احساس کردم چشمانش در جمجمهش بیشتر فرو رفتند. گفت ببین من الان هیچ کاری ندارم همونطور که خودت میدونی دونی هم اخیرا زیاد خوب نبوده فکر نکنم برای میلیونر کردن مردم به کمک من احتیاج داشته باشی داری؟ گفتم شاید چرا نداشته باشم؟ ادی راست میگفت بخت از او رو گردانده بود. زندگی او هم داغان شده بود. کلوب هایی که مدیریتشان می کرد به خاطر حضور دختران زیر سن قانونی به دستور پلیس تعطیل شده بودند. همچنین داخلشان مواد مخدر هم خرید و فروش شده بود. یک شب هم در یکی از این کلوب ها تیراندازی شده بود و یک نفر مرده بود. تمام این حوادث باعث نشده بود ادی خم به ابرو بیاورد و فکر کنم ادا هم در نمی آورد. برای تأثیر نگرفتن از مشکلات این چنینی راه و روش خودش را داشت. انگار تمام اینها در واقعیتی اتفاق می افتاد که او داشت با دوربین تماشایش می کرد. بنابراین وقتی از من پرسید میتواند در طرح میلیونر کردن مردم همکاری کند با کمال میل به او جواب مثبت دادم حس خوبی دارد وقتی آدمی که به تو نزدیک است بالاخره از تو میخواهد کاری برایش انجام بدهی ضمنا من هنوز به او مقروض بودم و این راهی بود برای اینکه دینم را ادا کنم. از آنجایی که او تجارب مدیریتی داشت پیشنهاد کردم در امور اجرایی کمکم کند. راستش احساس می کردم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شده. من فقط می خواستم ایده هم از قوه به فعل در بیاید اصلا دوست نداشتم در کارهای اجرایی دخالت کنم. ادی دست زد و گفت باورم نمیشه میخوایم مردم و میلیونر کنیم. مثل این میمونه که داریم نقش خدا رو بازی میکنیم نه؟ واقعا؟ نمیدونم یه لحظه همچین فکری کردم. اسکار هیچ رقبتی به سپردن مسئولیت‌های اجرایی به ادی نداشت ولی خودش هم به شکلی غیر انسانی درگیر مدیریت دو شبکه تلویزیونی، یک سرویس اینترنتی و سه روزنامه بود. هیچ کاری ازم بر نمی آمد جز اینکه تحسینش کنم. اگر بدانید این عوضی ها چقدر کار می کنند دیگر کلامی در زدیت با آدم های موفق از دهانتان خارج نمی شود و خودتان هم دیگر دوست ندارید جز ادار و دستهشان باشید. به خاطر همین مشغولیت ها ادی را پذیرفت و به هر کدام از ما یک دفتر بزرگ در ساختمان اخبار هابز داد. اجازه داشتیم کارمندان را خودمان انتخاب کنیم و از آنجایی که فقط خانمهای های خوشگل و جذاب را استخدام می کردیم عادتی که از دوران کار در کلوب باقی مانده بود آنجا بی خود برای خودمان ول نمی چرخیدیم ادی مشغول کار شد با تمام وجود مسئولیت را بر عهده گرفت با استفاده از نفوذ اسکار لیست واجدین شرایط رأی دادن در تمام ایالت ها را به دست آورد و یک بانک اطلاعاتی تهیه کرد و همینطور یک سیستم که اسامی مردم را درست مثل توپ های شماره دار لاتاری در کامپیوتر در هم و بر هم می کرد و بعد کاملا اتفاقی اسم 20 نفر را اعلام می کرد. با اینکه نمی توانستم دقیق بفهمم چطور کار می کند ولی خیلی هم پیچیده نبود. چیز قافل گیر کننده ای نداشت. یک عالم چیزهای غیر پیچیده هست که من نمیفهمم. واقعا فقط همین بود. روزنامه ها جزئیات طرح مرا شهر دادند و در پایان هفته سیل سکه های یک دلاری سرازیر شد. گروه بیچاره من در زیر بهمن پاکت های نامه و دلارهای گرد و سرد دفن شد. در زم درگیر مقدمات برگزاری مهمانی شب افتتاحی هم بودیم. زمانی که قرار بود اسامی اولین میلیونرها از تلویزیون ملی اعلام شود. یکی از آن مهمانی های آنچنانی که مهمان ها یا مسخرت می کردند یا تظاهر می کردند اصلا وجود نداری. هیچ علاقه ای نداشتم به آن مهمانی پا بگذارم. من به عنوان مغز متفکر این نقشه پیش پا افتاده باید کنار اسکار هابز می ایستادم و اسامی را اعلام می کردم. بعد میلیونرهای جدید که ادی و گروهش از قبل خبرشان کرده بودند می آمدند روی صحنه و به شکلی آبرومند جیغ می کشیدند. نقشه این بود. امروز پنجشنبه بود. مهمانی جمعه هفته بعد برگزار می شود. اسکار با تمام شبکه های تلویزیونی هماهنگ کرده بود. چیزی بود شبیه فرود آمدن بر سطح ماه. برای یک شب بین شبکه های تلویزیونی همیشه در حال جنگ صلح برقرار می شد. اسکار بی نظیر بود. تمام اینها را لابلای مسئولیت های دیگرش انجام می داد. دوباره زنده شده بودم. ولی انرژیم خیلی زود تحلیل میرفت و هر شب توی تخت قش می کردم. آنوک اغلب منتظرم بود. پرسید خوشحالی مارتی؟ خوشحالی؟ این چه سوالی بود می کرد؟ آن هم از من سرتکان دادم. خوشحال؟ نه. ولی زندگی هم شکل عجیبی پیدا کرده. برای اولین بار بهش علاقه من شدم. این حرفم باعث شد لبخندی از سر آسودگی بر لبانش بنشیند. شب قبل از مهمانی مثل اساسیهی بی ربط پشت میزم نشسته بودم که تلفن زنگ خورد. گوشی را برداشتم. الو؟ فکر میکنی داری چه غلطی میکنی؟ ببخشید من با کسی مصاحبه نمی کنم. بابا منم. او سلام جسپر. چه نقشه ای کشیدی؟ نقشه؟ امکان نداره بی دلیل تصمیم گرفته باشی مردم و پول دار کنی. چرا همچین حرفی میزنی؟ برای اینکه من تو رو بهتر از خودت میشناسم. واقعا این طور فکر میکنی؟ این حرکت اولت توی شطرنج؟ من از پای تلفن حرف زدن خوشم نمیاد. به زودی میبینمت؟ آره، به زودی. گوشی را گذاشت و من آرزومندانه به تلفن خیره شدم تا اینکه یکی مرا دید و من علکی تمیزش کردم. راستش دلم برای جسپر تنگ شده بود. او تنها کسی بود که میدانست پولدار کردن مردم جزئی از یک حق بازی کاملا حساب شده است. وسیله برای رسیدن به یک هدف. هدفم این بود که مردم را طرفدار خودم کنم و بعد این طرفداری را با چیزی دنبال کنم که حتی مرگ هم قافلگیر شود. بله، تمام مدت این یک استراتژی آگاهانه بود تا نظر مساعدشان را به خودم جلب کنم و سپس از این نظر مساعد ضد استراتژی ناخداگاهشان برای نابودیم استفاده کنم حدس جسپر این بود که من یک نقشه ساده دارم یک تمام اهالی استرالیا را میلیونر کنم تا حمایت و اعتماد و شاید محبتشان را جلب کنم. دو، کاری کنم تا قولهای رسانه طرف من باشند. سه سیاست مدار شوم و در انتخابات بعدی یک کرسی در مجلس به دست بیاورم. چهار بر پایه نظریاتم جامعه استرالیا را از اساس اصلاح کنم. که پنج جسپر را تحت تاثیر قرار دهم تا به گریه بیفتد و از من عذرخواهی کند. در حالی که شش من همچنان گاه و بیگاه با آنوک رابطه دارم و هفت بعد در آرامش بمیرم مطمئن از اینکه یک هفته بعد از مرگم ساخت 8. مجسمه هایم بر اساس مختصات عجیب سر و بدنم در میدان ها آغاز خواهد شد همین بود نقشه ای برای اینکه در پایان زندگیم یک علامت تعجب بگذارم. قبل از مرگم تمام ایده هایم را از سرم بیرون میریزم تمام ایده ها هر چقدر هم مسخره. تا فرایند مردنم با فرایند تخلیه همزمان شود وقتی درباره موفقیت نقشم احساس خوشبینی می کردم تصویر مرگم با تصویر لنین در مقبرش در هم تنیده میشد. در لحظات بدبینی تصویر مرگم با تصویر موسولینی که در یک پمپ بنزین در میلان به دار آویخته شده بود می آمیخت. وقتی منتظر شب بزرگ بودم، در دفتر می چرخیدم و از اینکه هیچ کاری نداشتم بکنم هرس میخوردم. تمام کارهایم را واگذار کرده بودم. تنها کاری که ازم برمی آمد این بود که روی چهرم کار کنم تا حس متانت توأم با وظیف شناسی را در آن جا بیاندازم و از همه بپرسم کارا چطور پیش میره و تظاهر کنم جوابهایشان برایم مهم است. از آن طرف ادی داشت خودش را با کار از پا می آورد. نگاهش کردم که تون تون چیزهایی می نوشت و فکر کردم هرگز احساسی مثل من داشته یا نه. احساس چند مولکول بی ربط به هم که می با همراهی هم انسانی نامعقول تشکیل بدهند. ناگهان یک فکر فوقالعاده به سرم زد. گفتم ادی بین کسایی که قرار میلیونر بشن کسی از سیدنی هم هست یا نه؟ گفت سه نفر چطور؟ میشه پروندهشون رو بدی به من؟ اولین میلیونر در کمپرداون بود. اسمش بود دنگ اگی. اصلا اندونزیایی بود. 28 ساله متعهل و پدر یک بچه سه ماهه. خانهشان انگار متروکه بود. وقتی در زدم کسی جواب نداد ولی ده دقیقه بعد دیدمش که با کیسه های سنگین خرید می آمد طرف خانه. ده متر مانده به خانه کیسه پلاستیکی دست چپش پاره شد و هرچه خریده بود ریخت روی سنگ فرش پیاده رو. با دلشکستگی به قوطی های شده کنسرو ماهی تون نگاه کرد. انگار قوطی های کنسرو قرار بود با هم دوست شوند. لبخندی صمیمانه زدم تا نتواند مرا از روی عکس هایم که در روزنامه ها چاپ شده بودند تشخیص بدهد. گفتم زندگی در چه حال دنگ؟ نگاهم کرد و گفت من شما رو می شناسم؟ پس همه چیز رو به راهه؟ هر چیزی رو که می داری؟ گم شو. خبر نداشت تا یک هفته دیگر میلیونر خواهد شد. خنده دار بود. توی خونت احساس خوشبختی می کنی؟ اگه ناراحت نمیشی باید بگم خونت مخروبه است. چی میخوای؟ الان زنگ میزنم پلیس. رفتم جلو خم شدم و تظاهر کردم یک ده دلاری از روی زمین برمیدارم. این از دست تو افتاد؟ گفت مال من نیست و رفت توی خانه و در را محکم به هم زد میلیونر می میشد میلیونرهای من باید فساد ناپذیر می بودند دومین میلیونر سیدنی یک معلم زیست شناسی بود این زن زشت ترین موجودی بود که به عمرم دیده بودم نزدیک بود با دیدنش بزنم زیر گریه. وارد کلاسش شدم ولی متوجه هم نشد. روی یک نیمکت ته کلاس نشستم و پوزخندی مجنون وار زدم. تو کی هستی؟ چند وقت اینجا تدریس میکنین خانم گیریوی؟ شونزده سال. تمام این مدت شده دانش آموز رو مجبور کنین گچ قورت بده؟ نه، هیچ وقت. واقعا؟ این چیزی نیست که تو آموزش پرورش میگن. این دروغه. منم اینجام که همینو بفهمم. تو مال آموزش پرورش نیستی. آمد سمتم و جوری چشم قره رفت انگار من چیزی جز وهم نیستم. انگشتش را نگاه کردم تا ببینم حلقه ازدواج دارد یا نه و چیزی جز گیره های گوشتی ندیدم. بلند شدم و راه افتادم طرف در. فکر اینکه پول تنها چیزی در زمین و آسمان است که ممکن است خانم گیریوی را خوشحال کند چنان برایم افسرده کننده بود که نزدیک بود به ملاقات سومین میلیون سیدنی نروم. ولی دیدم هیچ کاری ندارم. رفتم و به قفسه های دانش ردیفی طولانی از تابوت های عمودی تکیه دادم و پرونده سوم را باز کردم. روی کاغذ نوشته بود خانم کارولین پاتس یادم نمی آید هیچ وقت مثل هنر پیشه های فیلم نفسم بند آمده باشد. اما داستانها عادت دارند کاری کنند تا دنیای واقعی به نظر ساختگی بیاید. نفس آدم ها بند می آید این یک حقیقت است. من هم با دیدن اسم کارولین نفسم بند آمد با تمام معانی و اشارات زمنی معانی زمنی مرگ برادرم امیال سرکوب شده فقدان پشیمانی بدقبالی فرصت های برباد رفته اشارات زمنی شوهر روسش یا مرده بود یا طلاقش داده بود. در اروپا گم نشده بود. در سیدنی زندگی می کرد. شاید سالها خدای من. این افکار به ترتیب به ذهنم خطور نکردند. همزمان به ذهنم هجوم آوردند. نمی شنیدم کدام شروع و کدام تمام می شود. همه با هم حرف میزدند مثل خانواده پر جمعیت سر میز شام. البته عقل سلیم می گفت ممکن است بیست یا سی کارولین پاتس با فاصله کمی از هم هر جایی زندگی کنند. کارولین پاتس برعکس پرودنس بلات هانگری اسمی نامعمول نیست. ادی فکر کرده بود این یکی از کارولین پاتس های دیگر است؟ نمیخواستم باور کنم این کارولین همان کارولینی نیست که میشناختم. چون در مواقع بحران های شخصی متوجه میشوی به چیزی اعتقاد داری. و اعتقاد من هم این بود که یک گلوله کاموا هستم و زندگی هم پنجه گربه که با من بازی می کند. چطور می توانست چیزی غیر از این باشد؟ برو صدای فریادی شنیدم برو در تاکسی بارها و بارها پرونده را خواندم. ادی خیلی دقیق ننوشته بود فقط همین. کارولین پاتس 44 ساله کتابدار مادر ترنس بلتسکی شانزده ساله. مادر اسم پسرش هم هست ترنس تری لعنتی. بادم خوابید. اسم پسرش را گذاشته بود تری انگار این پدر سگ به اندازه کافی کشته مرده نداشت و تمجید نشده بود حرف نداشت آپارتمانی که کارولین در آن ساکن بود آیفون نداشت و بنابراین می توانستم بدون محدودیت از پلکان بدرنگ تا دم در خانه بالا بروم. به واحد آ چهار رسیدم. هنوز فکر نکرده بودم کدام یک برایش قافلگیری بزرگتری است دیدن من یا میلیونر شدن. مثل دیوانه ها در زدم و فورا عادت قدیمی هیجان زده سر هم فریاد کشیدن را از سر گرفتیم. کیه؟ منم؟ من کیه؟ اگه بهت بگم باور نمی کنی. جیغ زد. مارتی. از اینکه بعد از این همه سال صدایم را تشخیص داده بود به تته پته افتادم. در را باز کرد و دوباره نفسم بند آمد. سرانگشت طبیعت حتی لمسش هم نکرده بود. ولی بعد دیدم این طوری ها هم نیست. طبیعت به او نشیمنی بزرگتر داده بود و صورتش هم به فهمی نفهمی پهنتر شده بود. موهایش هم آشفته بود. ولی هنوز زیبا بود و نوری پس چشمانش داشت. نگاهش که می کردم این احساس را داشتم که سالهای بعد از پاریس اصلا اتفاق نیفتادند. و این هجده سال اخیر تنها بعد از ظهری بوده که به طرز مسخری کش آمده. گفت خدای من نگاش کن. پیر شده. اصلا صورت تغییری نکرده. تغییر کرده. سب کن راست میگی یه گوش جدید داری پوستم و پیون زدن چه عالی دارم کچل میشم خب پشت منم خیلی گنده شده اما هنوز خوشگلی علکی که نمیگی نه اسم تو تو اخبار شنیدم چرا به دیدنم نیومدی میخواستم ولی مطمئن نبودم بعد این همه سال دلت بخواد منو ببینی. زمنن یه عکس ازت دیدم که یه زن جوون و خوشگل دست تو گرفته بود. اون آنو که؟ زنت نیست؟ دوست دخترم هم نیست. اون خدمتکارمونه. شوهر تو چی شد؟ طلاق گرفتیم. فکر میکردم تو هنوز اروپایی؟ منم همینطور. راستی ما قرار بودی یه سال بعد از اون شب همدیگر رو توی پاریس ببینیم یادته؟ من اینجا بودم تو استرالیا نگو که رفتی راستش رفتم خدای من وقتی اسم تری رو دیدم باورم نشد مردم دوباره دارن دربارش حرف میزنن بعد دیدم کار تو بوده این مسخره بازی چیه درگیره شدی؟ مسخره بازی نیست. تو میخوای تک تک اهالی استرالیا رو میلیونر کنی؟ راست میگی. خیلی مسخره است. چی باعث شد همچین ایده مسخره به ذهنت برسه؟ نمیدونم. سب کن. تو یکیشونی. مارتین. جدی میگم برای همین اومدم. تو تقلب کردی. نه nah, من اسمارو رو در نمیارم. مطمئنی؟ مطمئن. خب من با یه میلیون دلار چی کار کنم؟ سب کن. اینجا نوشته تو یه پسر داری. کجاست؟ مرد. این تک کلمه را انگار از جای دیگری شنیدم. لبش را گزید و چشمانش پر از اشک شد. افکارش را مثل زیر نویس روی صورتش می دیدم. می تونم همین الان دربارش با تو حرف بزنم. سعی کردم با حد زدن کار را برایش آسان کنم تا مجبور نباشد این داستان غمناک را برایم بازگو کند. علت مرگ نوجوانان سه چیز است. خودکشی، رانندگی در حال مستی و حساسیت به بادام زمینی. کدامش بود؟ گفتم رانندگی در حال مستی؟ صورتش را دیدم که سفید شد و سرش را جوری تکان داد که نمیشد معنایش را فهمید. لحظه ای طولانی بی هیچ حرفی ایستادیم. آمادگی برگرداندن خاطرات به شیشهشان را نداشتیم. اندوه در تجدید دیدار موجود غریبی است. از اینکه پسرش را هرگز ندیده بودم احساس بدی داشتم. هنوز دوستش داشتم و تصور کردم احتمالا می توانستم فرزندش را هم دوست بدارم. آمد جلو و با آستینش اشکم را پاک کرد. نفهمیده بودم اشکم سرازیر شده. صدای غمگینی از حلقش برآمد انگار از فلوتی کوچک. یکدیگر را در آغوش گرفتیم و من در میان بازوان او حریمی امن پیدا کردم و حریمی امتر در اتاقش. کنار هم به رازگویی افتادیم و روشی برای تحریف تاریخ پیدا کردیم. نادیده گرفتیمش. فقط بر اکنون متمرکز شدیم من از نقشم برای نماینده مجلس شدن گفتم و تصمیمم برای تغییر جامعه در کوتاه ترین زمان ممکن قبل از اینکه سرطان نابودم کند کارولین هم از پسر مردهش گفت آیا مادر یک فرزند از دنیا رفته هنوز مادر است؟ برای بیوه و یتیم کلمه داریم ولی برای پدر و مادر بچه ای مرده نه؟ ساعتها گذشت پذیرفتیم دیگر جوان و شاداب نیستیم. هر دو نشانه از فرسودگی با خود داشتیم که دستمان را رو می کرد. ولی اطمینان داشتیم تراجدی های شخصی من به شکلی شیرین و دوست داشتنی نابودمان کردند. اینکه صورت ها و بدن های پرچین و چروک من رنج فقدان من را خوب پنهان کرده بودند. تصمیم گرفتیم دیگر از هم جدا نشویم. و از آنجایی که هیچ کس از ارتباط ما خبر نداشت شایعه نمیشد در انتخاب اسامی تقلب شده. قرار گذاشتیم رابطه من را تا بعد از مهمانی میلیونرها پنهان نگه داریم و بعد در مراسمی کوچک و خصوصی در وسط هزار توی من با هم ازدواج کنیم. خلاصه روز پرباری بود. اگر در شب اعلام نام میلیونرها در استرالیا بودید و برنامه را از تلویزیون ندیدید یا یک نفر چشمتان را درآورده بود یا مرده بودید. کارولین خانم گیریوی دنگ و بقیه میلیونرها فوراً مشهور شدند. مهمانی در سالونی قارمانند با چلچراغ ها و کاغذ دیواری گلدار دهه هفتادی و سکویی که قرار بود سخنرانی تاریخی را روی آن ایراد کنم برگزار شد. از پنجره های قدیمی شد پل سیدنی و ماه بزرگ زرد را دید. یکی از آن مهمانی هایی بود که حتی در خیال هم نمی دیدم به آن دعوت شوم. تمام مهمانان خودشان را بزرگ جلوه میدادند و وقتی دیگر چیزی برای تاکید بر بزرگیشان پیدا نمیکردند با کوچک کردن بقیه به هدفشان می رسیدند. رینولد هابس هم با عروس جوان حیرانش آنجا بود. مردم بیرحمانه میگفتند او یک همسر غنیمتی است انگار رینولد او را در یک مسابقه برنده شده بود ولی این حرفشان نه منصفانه بود و نه درست رینولد او را برنده نشده بود با تلاش و تجارت به دستش آورده بود توجه هم بیشتر معطوف بود به تحلیل رفتار نامعمول نفسم در موقعیت های بی صوبات. در زیر استراب تعریف ها و لبخند ها و چشم در چشم شدن های بی انتها. قرار بود بالاخره تشنگیش فرو بنشیند. اینقدر خوشحال بودم که دوست داشتم تمام آدم ها را مثل یک موشک کاغذی تا کنم و پرت کنم وسط چشم بیپل که ماه بزرگ و زرد. شلوختر از آن بود که بشود دست پاچه راه رفت. داشتم فکر می کردم سخنرانیم به احتمال زیاد عواقب خواهد داشت. مشکل دیگرم همین بود که باید درباره کارولین با آنوک حرف می زدم. خودم می دانستم آدمی مثل من در موقعیتی نیست که کسی را پس بزند چه برسد به زنی مثل آنوک. چطور می توانستم به او بگویم دیگر او را نمی خواهم. خوشبختانه یاد عشقم به کارولین افتادم و فهمیدم می توانم آنوک را دک کنم. کارولین با لباسی سرخ گوشه اتاق ایستاده بود و تظاهر می کرد حواسش به من نیست. آنوک کارولین را از یکی از جلسات اعترافم به یاد آورد. برایش توضیح دادم میخواهیم چند هفته بعد با هم ازدواج کنیم. هیچ حرفی نزد. هیچ چیز بلند و ناخوشایندی نگفت و تقویه مرا بلندتر و بیربت کرد. گفتم ولی نمیخوام دوستیمون لطمه بخوره. صورتش بدل شد به سنگی پشت هجابی از لبخند ناگهان خندید خندهی ترسناک و اقراغامیز که باعث شد یک قدم بروم عقب. قبل از اینکه فرصت حرف زدن پیدا کنم و قبرم را عمیقتر بکنم همه کسانی که در سالن بودند صدایم کردند تا بروم و سخنرانیم را آغاز کنم. زمان عملی کردن نقشم فرا رسیده بود. رفتم روی سکو. ناسلامتی تو ثروتمندشان کرده ای. وزن سرم بین یک قطره آب و یک گالون هوا بود. کسی می تواند مردی را که ثروتمندش کرده دوست نداشته باشد. محال از شکست بخوری ایستادم و مثل احمق ها جمعیت مشتاق را نگاه کردم سرم گیج می رفت و توان حرکت نداشتم در جمع دنبال کارولین گشتم و او هم برایم سر تکان داد که یعنی تو می توانی. این کارش اوضاعم را بدتر کرد بعد جسپر را دیدم. نمیدانستم میخواهد بیاید و آمدنش را هم ندیده بودم. خوشبختانه حالت سگی را داشت که فکر می کند توپ را برایش پرت کرده ای در حالی که توپ هنوز در دست توست. نیرویی را که نیاز داشتم گرفتم. با اینکه لازم نبود گلویم را صاف کردم و شروع کردم به سخنرانی. ممنونم. من تشویق و تحسین شما رو میپذیرم. شما طمع دارید تا از زندان هاتون فرار کنین و فکر میکنید که من با ثروتمند کردن شما در حقیقت آزادتون کردم. به هیچ عنوان. من فقط اجازه دادم از سلولتون بیاین بیرون و وارد راه رو بشین. زندان هنوز وجود داره. زندانی که نمیدونید تا چه حد به اون عشق میورزید. خیلی خوب. بیایید درباره نسبت من با سندروم نفرت از آدم های موفق صحبت کنیم. بهتر درباره این مسئله قامز سریع حرف بزنیم. ببینین عوضی ها سرم و قطع نکنین. الان دوستم دارین ولی فردا از من متنفر میشین. شما خودتون رو میشناسین ولی در حقیقت نمیشناسین برای همینه که میخوام تمرینی غیر عادی به ملتمون پیشنهاد بدم. تمرین دوست داشتن من برای همیشه خب با این معنا میخوام مطلبی رو اعلام کنم خدای من تمام زندگی من برای این بوده که به این لحظه برسم البته پنج دقیقه قبل رفتم توالت و زندگی من برای رسیدن به اون لحظه هم بوده ولی گوش کنید من میخوام نماینده مجلس سنا بشم. درست استرالیا. من استعدادهای هدر رفتم رو به شما میدم. توانایی های برباد رفتم و من همیشه هستی پستی داشتم و حالا اون رو به شما پیشکش میکنم. میخوام عضوی از پارلمان وحشتناکمون باشم شوخی مسخره اشتراکیمون میخوام برم بین گله خوکا چرا نرم؟ من بیکارم و سناتور بودن هم به خوبی یا بدی بقیه شغل اینطور نیست؟ خودتونم میدونین که من عضو هیچ حزبی نیستم من نماینده ای مستقل هستم و با شما صادق خواهم بود. به نظر من سیاست مداران یک مشت زخم پر از چرک هستند. وقتی به سیاست مداران کشورمون استرالیا نگاه می کنم باورم نمیشه این موجودات غیر قابل تحمل واقعا انتخاب شدن. پس چی میتونیم درباره دموکراسی بگیم جز اینکه نظامیه که نمیتونه کاری کنه مردم مسئولیت دروغ هاشون رو بپذیرن حامیان این نظام ناکارآمد میگن خب موقع رأیگیری حسابشون رو برسین ولی چطور میتونیم چنین کاری کنیم وقتی تنها رقیب انتخاباتی یک احمق بیشرف غیر قابل انتخاب دیگه است و مجبوریم دندون قروچ کنون بازم به یک مشت دروقوی دیگه رای بدیم بدترین چیز آتیست بودن اینه که بر اساس اعتقادات نداشتم میدونم تمام این بیپدرها هیچ عقوبتی در دنیای دیگه نخواهند دید و تمامشون قصر در میرن این خیلی ناراحت کننده است هرچی رو بکاری درو نمی کنی هرچی بکاری همون جا که کاشتی باقی میمونه حواستون به من هست مایه حیرت که ما از نمایندگان منتخبمون توقع زیادی داریم از من زیاد توقع نداشته باشین من اشتباه پشت اشتباه میکنم یکی از یکی ابلهان تر ولی لازمه بدونین موضع من در مسائل مناقشه برانگیز چیه تا بدونین چه کار مسخره ای در قبالش انجام خواهم داد. خب من مطمئنا دست راستی نیستم. برام مهم نیست دگر باش ها ازدواج میکنن یا طلاق میگیرن. نه اینکه حقوقی براشون قائل نباشم من فقط مخالف عبارت ارزش های خانوادگی هستم. در واقع هر بار کسی میگه ارزش های خانوادگی احساس میکنم یکی به هم توهین کرده. خب پس آیا من چپ هستم؟ اونها اولین امضا کنندگان تومارها هستند و در مسائل جهانی همیشه از توسری خورا حمایت میکنند. حتی اگر این تو سری خورا یه مشت آدم خار باشن که پول و منابع کافی در اختیارشون نیست این آدم های دست چپی نگران همه چیز حاضرن هر کاری برای آدم های محروم از امتیازات انجام بدن البته به جز یک کار اینکه از خودشون مایه بذارن میبینین من نه چپ هستم و نه راست من آدمی عادی هستم که هر شب با احساس گناه به رخت خواب میرم چرا نباید برم؟ همین امشب هشت صد میلیون نفر گرست نمیخوابن بسیار خوب قبول دارم برای مدتی نقش ما به عنوان مصرف کنندگانی اصرافکار به نفمون تموم شد. لاغر شدیم. خیلی از ما پروتز کردیم خلاص خوشقیافه تر شدیم. ولی حالا چاقتر و سرطانی تر از همیشه هستیم. پس که چی؟ دنیا داره گرمتر میشه های قطبی آب میشن چرا؟ چون انسان به طبیعت میگه هی آینده مطمئن در گرو داشتن شغله این تنها چیزیه که براش برنامه ریزی کردیم <applause> حاضرین به هر قیمتی این هدف رو دنبال کنیم حتی اگر به شکلی پارادوکسیکال این کارمون به قیمت نابودی محل کارمون تموم بشه انسان میگه صنعت و اقتصاد و مشاقل رو قربانی کنیم؟ برای چی؟ برای نسل های آینده؟ من که حتی اونها رو نمیشناسم. یک چیزی بهتون میگم مجانی. خجالت میکشم از اینکه گونه ما که با فداکاریهاش به مرتبه والا رسیده مشغول قربانی کردن همه چیز به پای اهدافی اشتباهه و کم کم داره تبدیل میشه به موجودی که همزمان با دوش گرفتن موهاش و سشوار میکشه من متاسفم که بعد از گذشت سه چهار روم از این تراژدی خودخواسته به دنیا آمدم نه در انتهاش حالم از تماشای اسلو موشن این تراژدی به هم میخوره بقیه سیارات مشکل ما رو ندارن زیادی به خورشیدشون نزدیکن دلیل اینکه موجودی از سیارات دیگه به ملاقات ما نمیاد این نیست که وجود ندارن نمیخوان با ما آشنا بشن ما احمق های دهکده تمام کهکشان ها هستیم در شبهای ساکت میتونین صدای خندهشون رو بشنوی به چی میخندن؟ بذارین یه جور دیگه بگم بشر مثل آدمیه که توی شلوار خودش خرابکاری کرده و دوره افتاده و میگه این پیرن جدیدم قشنگه؟ منظورم چیه؟ میخوام به شما بفهمونم. من طرفدار محیط زیست هستم. دوست ندارم توی یک پاتیل پر از ادرار جوشان زندگی کنم باور کنین هیچ سیاستی در بقا نیست برای همینه که من غیر سیاسی میخوام وارد عالم سیاست بشم ولی من بی نیستم به من بگین چرا مبتلا به این بیماری آمریکایی شدیم و انتظار داریم سیاست مدارانمون به پاکی راه به ها باشند جامعه چند دهه قبل از انقلاب جنسی و بور کرده ولی هنوز به دلایلی معیارهامون برای قضاوت کسانی که اقتصادمون رو مدیریت میکنن ویکتوریایی هستند و هیچ تعجبی هم نمیکنیم بذارین خیالتون رو راحت کنم اگه پیش بیاد که بتونم با یک کارآموز یا همسر یک همکار روی هم بریزم یک لحظه هم درنگ نمی کنم. تا جایی که به من مربوطه قصر در رفتن به این معنا نیست که کسی نفهمه. من هیچ چیزی رو منکر نمیشم. همه چیز رو قبول میکنم. بذارین از همین اول روشنتون کنم. اگه بتونم برای پسرم امتیازاتی قائل بشم مثلا جریمه هاش رو پاک کنم یا مجانی بفرستمش تعطیلات این کارو میکنم چرا نکنم اگه شما مکانیک باشین و پسرتون هم یک ماشین داشته باشه تعمیرش نمیکنی اجازه نمیدین پسرتون از اینکه شما مکانیک هستین بهره ببره با این حرفا به کجا میخوام برسم؟ میخوام تمام رقابت های کثیف انتخاباتی رو بیمعنا کنم. چرا روی آدمی که سر تا پا پوشیده از گله خاک بپاشیم؟ من پدر یک فرزند هستم. بلند شو جسپر تعظیم کن. من قانون شکنی کردم. من یک هزار تو ساختم عاشق دوست دختر برادرم شدم من به جنگ اعتقاد ندارم ولی به وحشتش چرا؟ من به چشم در برابر چشم اعتقاد ندارم ولی به یک گونی اسکناس برای یک چشم چرا؟ من به آموزش تحقیر جنسی در مدارس باور دارم. من اعتقاد دارم ماموران ضد تروریست باید حق داشته باشند تنبان هر کی رو که دلشون میخواد بررسی کنن من اعتقاد دارم باید آروم بیستیم و از بومیان استرالیا بابت میزبانیشون تشکر کنیم و بعد همه با هم به یک کشور دیگه مهاجرت کنیم من اعتقاد دارم نابرابری محصول سرمایه داری نیست. بلکه محصول این واقعیت که در جمعیتی متشکل از دو مرد و یک زن مردی که قد بلندتره و دندانهای مرتب داره زن رو به دست میاره. اگر دموکراسی عمل کرده درست داشته باشه دولت کاری رو انجام میده که مردم میخوان. مشکل اینجاست که مردم چیزهای مزخرفی میخوان. مردم ترسو هستند و تماع و خودمهور و تنها چیزی که براشون مهمه امنیت اقتصادیشونه. بله. حقیقت اینه که چون هنوز تعداد زیادی آدم وجود داره هنوز باید کشوری دموکراتیک وجود داشته باشه ممنونم این سخنرانی من بود که باید به خاطرش بیشتر از صد بار سرزنش می شدم. ولی من داشتم میلیونرشان می کردم و بنابراین هیچ کارم اشتباه نبود. حتی این سخنرانی احمقانه و بی ربط و توهینامیز و توضیح واضحاتم را هم قبول کردند. هریسان قبولش کردند. دیوان وار تشویقم کردند به عمرشان چیزی شبیه این نشنیده بودند. شاید هم فقط لحن هیجان زدم توجهشان را جلب کرده بود. به هر حال جان سالم به در بردم. تنها چیزی که من و اعلام نامزدیم را زیر سایه خود قرار داد سخنرانی بداهه اسکار هابز بود که بی مقدم پشت میکروفون آمد و اعلام کرد میخواهد با زن رویاهایش ازدواج کند. آنوک عادات آدمی که یک عمر تنها زندگی کرده نفرت انگیز و ناشکستنی اند. اگر کسی نباشد که بشنود فرو افتادن یک درخت صدا ندارد به همین دلیل من هیچ وقت تختم را مرتب نمی کنم ولی کارولین به هزار تو آمده و حالا مجبورم آشپزی کنم، تمیز کاری کنم، تقسیم مسئولیت کنم. راستش هیچ وقت نمیفهمیدم مردم چگونه متعهلی زندگی می کنند. منظورم این است که وقتی از اتاق خواب به دستشویی یا از آشپزخانه به اتاق خواب می آخرین چیزی که می خواهم این است که بئیستم و با کسی حرف بزنم. ازدواج فقط یکی از تغییرات بیشمار بود. چطور می توانم مهمترین دوره زندگیم را توصیف کنم وقتی تمام لحظاتش را انگار از پنجره قطاری در حال حرکت می بینم. آیا سر عروسی خودم یا آنوک سالاد هشت پا بالا آوردم؟ کداممان مثل مجسمه جلوی محراب ایستاده بودیم من یا اسکار؟ در کدام عروسی بین من و جسپر مشاجره داغ و فلسفی درباره یادداشت های تشکر در گرفت؟ نمیدانم به خاطر موفقیت نوظهورم بود یا زندگی جدیدم با کارولین ولی هرچه بود به شکل خطرناکی مبتلا به امیدواری شدم و به رغم تمام باورهایم شروع کردم به مبارزه با مرگ جنگ علیه سرطان اجازه دادم خونم را در شیشه کنند. در ظرف پلاستیکی ادرار کردم. با اشعه ایکس بمباران شدم. در تونل های تابوت شکل بیب بیب کن سی تی اسکن و امارای دفن شدم. همزمان شیمی درمانی و اشعه درمانی شدم که خسته و نفس بریده و گیج و منگم کرد. همراه با تهوع و سردرد و اسهال و یوبوسد سر و پاهایم مور مور می شود. صدایی ممتد در گوشم بود که تکگویی های درونیم را بفهمی نفهمی در خود غرق می کرد. دکترها گفتند استراحت کنم. ولی آخر چطور؟ یک زن داشتم و کشوری که باید منحرفش می کردم. بنابراین هر کاری از دستم برمی آمد انجام دادم. برای محافظت پوستم از نور خورشید عینک آفتابی زدم و کلاه بر سر گذاشتم. غذاهایی را که بوی تند داشتند نمیخوردم. سرم را تراشیدم تا کسی متوجه ریزش مویم نشود. تعویز خون حالم را بهتر می کرد. متاسفانه شیمی درمانی گاهی باعث ناباروری می شود. خوشبختانه برایم مهم نبود. همینطور برای کارولی. و وقتی به کررات با هم به مطب به دکتر سوینی میرفتیم یادم می آید فکر می کردم شاید او اولین کسی باشد که اگر گلولهی به سمتم شلیک شود و خودم آن را نخواهم حاضر شود جلوی من بیستد. ببینید نمیگویم رابطه ما شبیه رابطه ای بود که آدم باید با عشق زندگیش داشته باشد ولی نمیخواهم تقصیر را گردن او بیاندازم. چون به هر حال من عشق زندگی او نیستم من صرفا یک جانشین هستم جانشین برادرم مردم با برادرم مقایسه میکردند شاید این قیاس مرا مهمتر جلوه میداد حتی در حریم خصوصی پس شما متوجه میشوید که چرا نمیتوانم درباره آن دوره شش ماهه اطلاعات دقیقی بدهم احساس میکنم خاطراتم مثل عضوی هستند که بد پیوند زده شده حتی انتخابات را هم به خاطر نمی آورم فقط یادم هست در تمام شهر پوستر چهرم نسب شده بود که با نفرتی آشکار همه را چپ چپ نگاه می کرد. این پوسترهای همه جا حاضر حتی بیشتر از اخبار تلویزیون و روزنامه ها گمنامی پیشینم را مورد حجوم قرار داده بودند. نتیجه نامحتمل با اختلاف کمی پیروز شدم. دموکراسی همینش جالب است. می توانی به شکل مشروع وارد مجلس شوی در حالی که هنوز چهل و و دهم درصد از مردم کوچه و بازار با تردید و نفرت نگاهت می کنند. بیشتر مردم دنیا فکر می کنند پایتخت استرالیا سیدنی یا ملبورن است. ولی چیزی که نمیدانند این است که سال 1950 ابلهان دهکده روستای خودشان را تأسیس کردند و اسمش را گذاشتند کانبرا برای هر نشست مجلس با کارولین به این شهر مزخرف سفر می کردم و آنجا خودم هم باورم نمی شود حسابی پر جنب و جوش می شدم. به شکلی باور نکردنی. از اونهای کامبرا نیروی چندشاوری داشتند. نیرویی که آشفتگی و ناهماهنگیم را به خلاقیت بدل می کرد. خلاق شدم. ولی چرا با سه شاخه و آهک زنده از آنجا بیرونم نمی کردند؟ جواب ساده مردم استرالیا پای مردانه سکه های یک دلاری میفرستادند و هر هفته 20 میلیونر دیگر پدید می آمدند. کسی که باید از او تشکر می کردند من بودم. طعمه مالی همه را در جنونی اشتراکی سهیم کرده بود و باعث شده بود پذیرای ایده های عجق وجق من باشند. من در مورد بیکاری، نرخ سود، موافقت نامه های تجاری، حقوق زنان، نگهداری از کودکان، نظام بهداشتی، اصلاح مالیاتی، بودجه دفاعی، مسائل بومیان، مهاجرت، زندانها، حفاظت از محیط زیست و نظام آموزشی حرف می زدم. و عجیب این که با تمام پیشنهادات اصلاحیم موافقت میشد. شد. تبهکاران این امکان را پیدا کردند به جای زندان به ارتش بروند. کسانی که می توانستند شعور از خود نشان بدهند مشمول تخفیف مالیاتی می شدن و مالیات آدم های ترسو و ملالاور افزایش پیدا می کرد. هر سیاست مداری که حتی یکی از وعده های انتخاباتیاش را عملی نمیکرد در کوچه پشتی به دست مردی به اسم بروزر کتک میخورد. هر آدم سالمی مجبور بود از یک بیمار تا زمانی که طرف بمیرد یا بهبود پیدا کند پرستاری کند. بر اساس کشی آدمها ها را برای یک روز روی کرسی نخست وزیری می نشاندیم. تمام مواد مخدر برای یک سال قانونی می شدند تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. حتی جنجال برانگیز ترین پیشنهادم هم مورد قبول قرار گرفت. پرورش کودکان با یک باور بنیادگرایانه دینی و منجمد کردن ذهن کودک در دورانی که از همیشه آسیب پذیرتر است جرمی شبیه سو استفاده جنسی محسوب می شد. تمام اینها را می گفتم و مردم می گفتند باشه ببینیم چی کار می بکنیم. باورم نمی شد. البته به عنوان چهره اجتماعی با مخاطبان ملی به خاطر آبر و ریزی های سابقم که باعث سرگرمی دشمنان نزدیکم شده بود منتقدانی داشتم. تمام هم خانواده های کلمه دیوانه و بدتر را برایم به کار می بردن. در استرالیا بدترین توهینی که میتوانی به کسی بکنی و راحتترین روش برای رد کردن تمام تار و پود وجود یک نفر این است که به او بگویی نیکوکار یک نیکوکار بیایید رو راست باشیم کسی است که کار نیک انجام می دهد یا میخواهد آدم خوبی باشد باید درباره این هم رک حرف بزنیم تا سوء تفاهمی پیش نیاید از نظر کسی که این افترا را میزند این کلمه توهین است نه تمجید و نیکوکار بودن برعکس جاهای دیگر مثلا بهشت که نیکوکاری چیزی با ارزش به حساب می آید اینجا عملی شرماور است بنابراین منتقدان من برای تحقیرم به این فوش متوسل شدند فقط زهرخند زشتشان باعث میشد ازشان تشکر نکنم هرچند بیشتر مردم طرفدارم بودند خوششان میآمد از اینکه یک راست میرفتم سر اصل مطلب از اینکه اصلاحات اصلیم مربوط به حوزه های تنهایی، مرگ و رنج بود، ظاهرا تا حدی ایده اصلیم را درک کرده بودند. اینکه تبدیل به اولین جامعه مرگ محور شویم. این را پذیرفتند تا دیدی بهتر نسبت به زندگی پیدا کنند. تک تک اهالی استرالیا باید با این حقیقت کنار می آمدند که مرگ مشکلی فائق نیامدنی است که با تولید مثل خستگی ناپذیر حل نخواهد شد برای مثال با تنین انداز شدن نام اسمیت تا ابد گرهی باز نخواهد شد این مشکل با نفرت از کشورهای همسایه هم حل نمی شود. همینطور با زنجیر کردن خودمان به یکی از خدایان با فهرستی طولانی از چیزهایی که دوست نداری. تقریبا موفق شدم مردم را متقاعد کنم به جای شروع هر روز با سرود ملی روزشان را با یک مراسم سوگواری کوچک برای خودشان آغاز کنند اگر در برابر فساد اجتناب ناپذیرمان تسلیم شویم و دیگر به دنبال این نباشیم سرنوشت مقدرمان را قهرمانانه متعالی کنیم ممکن است به سرنوشت هیتلر دچار نشویم. کسی که آنقدر مشوش مرگ بود که سعی کرد با کشتن شش میلیون یهودی از فکر کردن به مرگ تفره برود. باشد قبول دارم. انقلابم لودگی بود ولی این لودگی بی نهایت جدی بود. اگر مردم میخندیدند یا ایدههایم را عملی میکردند تا ببینند چه پیش خواهد آمد، شاید به این خاطر بود که زیر خندهشان ذره از حقیقت میدیدند. به هر حال می میدانم چیزی به اسم آرمان شهر وجود ندارد. هدف نهایی من این بود، جامعه، از دورویی دست بردارد و سیالتر شود البته الان که نگاه میکنم می بینم به این سادگی هم نبود راه سختی پیش رو داشتم با این حال همینطور که میلیونر به وجود می آمد سعی کردم رگ خواب رای دهندگان را به دست بیاورم و متقاعدشان کنم گوش نکردن به حرف های من تهدیدی برای بنیاد جامعه است. بیایید با هم رک باشیم. جامعه داشت دوچار دگردیسی می شد. هر جا را که نگاه می کردید نشانه هایش را می دیدید. حتی یک نفر در ساری هیلز یک رستوران با تم آدمخواری باز کرد. کل استرالیا دیوانه شده بود باور کنید عقده های ملی بدل به اصلاحات شد حتی فکر میکنم مردم میفهمیدند اینها ایده نیستند بلکه ایده ایده ها هستند این ایده که ما باید به شکلی خستگی ناپذیر نوآوری کنیم و تا حد امکان از وابستگی بردوارمان به گذشته بکاهیم چرا چون گذشته همواره بدترین تهدید برای آینده است عجب توهم و انکاری در این دوران زندگیم سراغم آمده بود شیمی درمانی ظاهرا داشت جواب میداد سلول های سرطانی با ملاتفت آب میرفتند. مرگ داشت عقب می نشست. حالم خوب بود طوری که از دست کاریکاتوریست های بیرحمی که دهانم را به قاعده کلم نقاشی میکردند دلخور نمی میگویند قدرت فساد میآورد. چقدر هم. آن منی که همیشه دوست داشتم به رغم نارضایتی دائمیم از خود در چشمان اطرافیانم بازتاب پیدا میکرد. این فانتزی یک آدم خودپرست نبود. روحم داشت پرواز می کرد. به قدری درگیر اصلاحات خودم شده بودم که نزدیک بود تمام چیزهایی را که مرا به موفقیت رهنمون شده بودند از دست بدهم. نگرش منفی و بیرحمانم به روح انسان. بدبینی و مسلحت اندیشی ذهن انسان و اینکه تا چه اندازه محدود است. موفقیت مرا از تعادل خارج کرده بود و در نتیجه کم کم به آدم اعتماد کردم و حتی بدتر به گونه انسان بسیار خوب می گویم. باید به حرف پسرم گوش می کردم که با لحن گفتار و طرز نگاهش بیان که کلمه ای به زبان آورد به من می گفت بابا داری گند میزنی و تمام این مدت پسر وظیف شناس من کجا بود؟ بیایید کمی تحلیلش کنیم. اگر اولین دستورالعمل جاودانه شدن این باشد که هر کس باید از پدر خود بزرگتر شود، پس این احتمال وجود داشت من که تمام عمر مجسمه شکست بودم حالا با شهرت و موفقیتم باعث شده بودم خصومت در وجود جسپر متبلور شود هرچقدر بزرگتر می شدم نقشش برای جانشینی من بیشتر به شکست نزدیک می شد خلاصه اینکه موفقیت من او را در معرض خطری مهلک قرار میداد. یادم میآید کمی بعد از مهمانی میلیونرها به من تلفن کرد. وقتی گوشی را برداشتم گفت: داری چه غلطی می کنی؟ گفتم: سلام پسرم. میدانستم چطور باید به او ضربه بزنم. این کارت عاقبت خوشی نداره خودت بهتر میدونی عروسی من میای داری شوخی میکنی کی حاضره با تو ازدواج کنه کارولین پاتس دوست برادرت بیپدر. میمیرد اگر یک ذره ملاحظه را بکند قبول طی این سالها او را مرتب با خشونت فکری آزار دادم ولی نه از روی نفرت از روی عشق لاقل می تواند در این تنها لحظه خوش زندگیم کمی هوایم را داشته باشد و اسمی از برادر نکبتم نیاورد هرچند فقط پسرم نبود در تک تک مقالاتی که در روزنامه ها در مورد من چاپ می شد از من به عنوان برادر تریدین نام می بردند. دست بردار نبودند. این مرتی که 20 سال است مرده. می خواستم از مردم استرالیا خواهش کنم دست از سر او بردارند. ولی حافظه به این راحتی ها پاک نمی شود. پس مجبور بودم زهر خند بزنم و تحمل بکنم. حتی زمانهایی که کارولین با شنیدن اسم تری لبخندی رویایی میزد. وقتی جسپر به عروسیم آمد جوری کارولین را نگاه میکرد. انگار میخواست یک بوم گذار انتحاری را روانشناسی کند. بعد از عروسی مدتها ندیدمش. در آن دوران آشفتگی و بینظمی که بیوقف در مرکز توجه قرار داشتم کاملا از من فاصله گرفت. هرگز به من تبریک نگفت و حتی اشاره به اصلاحات و مصاحبه ها و بحث ها و سخنرانی ها و حملات صرفه در اماکن عمومی نکرد. هیچ چیز درباره ظاهر داغان و هیکلم که به خاطر شیمی درمانی نحیف شده بود نگفت. و وقتی روند افتادنم از چشم مردم آغاز شد دیگر حتی به من تلفن هم نکرد. شاید میدید که بد جور دوچار غرور شدم و حالا دارم تاوان پس میدهم. شاید سقوط اجتناب ناپذیرم را حس کرده بود. شاید میخواست خودش را از خطرات احتمالی حفظ کند ولی چرا من خطرات را نمیدیدم؟ چرا یک جا قایم نمی شدم؟ وقتی سرمقاله های متعدد به این اشاره کردند که من بی اندازه مقرور از خود متشکر شدم باید سوار اولین سفینه فضایی می شدم و از اینجا میرفتم و وقتی فقط به این خاطر که یک آینه در کیفم می گذاشتم مرا متهم به خودبینی غیرعادی عادی کردند وقتی چشم تک تک مردم به توست دائم نگرانی یک تک اسفناج لای دندانهایت گیر کرده باشد همان موقع باید میفهمیدم با اولین اشتباه مرا با روح جمعیشان لعنت خواهند کرد آنطور که بعضی می گفتند من توهم توطعه نداشتم نه توهم نداشتم که بقیه مشغول توطعه چینی برای سقوطم هستند برعکس جنونم به این خاطر بود که نمیدیدم دارند چه میکنند. مگر تمام عمر مسخرم ورد زبانم این نبود که این نگرانی مردم نسبت به پروژه های ابدیشان است که آنها را به کام مرگ می کشد. این که انکار مرگ موجب جوان مرگی خود و عزیزانشان می شود. حتی یک بار به کارولین و جسپر فکر نکرده بودم. اگر یک اشتباه غیر قابل بخشش در زندگیم کرده باشم این است که تمام مدت انکار کردم ممکن است کسانی وجود داشته باشند که از ته دل عاشقم باشند.